بیشتر از این تیر شود، هر ظلم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه بی گناهی زنجیر شود. نگذار 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 کشور ماست. این از قادسیه بدتره. قادسیه را اعراب تازی به ایران حمله کردن، آنها بیگانه بودن و کشور ما را فتح کردن، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه نزدیکتر از قادسیه اول آفریدن. بزرگ است اهورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را. منش نیک را می ستاییم، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و مویه را. با درودهای فراوان به همیهنان گرامیم، پری صفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز سه‌شنبه 23 دی ماه 2722 ایرانی مادی، 2573 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی و برابر است با 13 ژانویه 2015 میلادی. ای اهورا، این از تو میپرسم، پرسشم را بازگوی. از میان کسانی که من با آنها سخن میدارم، چه کسی راست کردار است و چه کسی دروند؟ و من به چه کسی رو کنم، آن که بدی دیده یا آن که به بدی گراییده است؟ و چگونه آن دروندی را که در برابر بخشایش های تو با من میستیزد بد نشمارم؟ ای اهورا، این از تو میپرسم، پرسشم را بازگوی. چگونه خود را از دروغ دور بداریم و چگونه از آنها که نافرمانند و برای پیوند با راستی و پیروی از آن نمیکوشند و به همپرسی با اندیشه نیک نمیگرایند کناره بگیریم؟ ای مزدا اهورا، این از تو میپرسم، پرسشم را بازگوی. چگونه دروغ را به دست راستی بسپاریم تا با آموزش سخن و پیام اندیش انگیز تو پاک گردد و از این راه به دروندان شکست سخت آید و فریب و آزار آنان از میان برخیزد؟ این از تو می پرسم، پرسشم را بازگوی. چون تو توانایی که در پرتو راستی پناه راستان باشی، هنگامی که دو گروه ناساز به هم میرسند، برابر آیینی که برنهاده ای، به کدام یک از این دو گروه و در کجا پیروزی میبخشی؟ ای مزدا اهورا، این از تو میپرسم، پرسشم را بازگوی. آن کس که در پرتو آموزش های تو به پیروزی می رسد و پناه مردمان می گردد کیست؟ آن رهبر دانای چاره‌ساز زندگی را به من بنمای و سروش و اندیشه نیک را به او و به هر کس که خواستاری ارزانی دار. ایدون باد. No.
morning arrives, good thoughts rise, bits of our lives joyful revives. Darkness is gone, light is not down, youth rise up, fresh, mighty and shine. Sing your shamu, light of fire of love, help the world peace in harmony of ancient love. Keep alive sacred faith, move forward with wisdom of prayer. Out of your own goodness, do it with heart, do it with love, for the sake of kindness. Hey youth, listen to your soul, follow the path of Asho, in the name of Ahura, seeking your own happiness, in the other's joyfulness. There's always hope in the cold and darkness, as long as we are on the side of righteousness. Keep sacred Fravaha, good thoughts, good words, hold precious wisdom of the past, futures bright, ever fresh and ever last. Think of good thoughts, say of good words, do of good deed, be good and lead. Sing your shamu.
بهتر از سر است، مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش جهان و دور آسمان به پاس، کوره ای زدی همیشه ره نمای ماست، مهرت وطن شد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. با درودی دیگر باره همیهنان نازنینم، برنامه امروز رو با سروده من مفسد فی الارضم از مانی میرزا آقا عسکری آغاز میکنم و به ویژه پیشکش میکنم یک بار دیگر این سروده را به نام و یاد و روان بزرگ پروفسور مسعود انصاری نازنینم. من مفسد فی الارضم، مفسد فی الارضم، زیرا خانم را بدون هیولاها دوست می‌دارم. در گذرگاه اشتر مست که سرزمینم را بیابان می‌کند، دشنه می‌کارم. عاشقم، تغزل و غزل حافظ را با شراب اسپانیا در معاشقه می‌گنجانم و به جای بسم الله می‌گویم بسم الانسان. من مفسد فی الارضم، چرا که صدای این قناری شکست دهان را از گلوی میهنم میشنوم. پس پرنده ها را از تیر رس جانوران دور میکنم. نیای بزرگوارم فردوسی است که زیر آسمان شکسته حماسه دار بست و ستونهای پارسی میزد. حتی کودک هم که بودم مفسد فی الارضی بیش نبودم، چرا که فواره های رنگی را از فواره های خون دوستر می داشتم و از مردگان و مقابر متبرک می ترسیدم و آواز مستان نیمه شب را از مویه سیاه واعظان خوشتر می داشتم. بیگمان مفسد فی الارض زاده شدم، زیرا شیر مادرم را از آب کوثر و پستان فرشتگانی دروغین دوستر می داشتم. ساقی میکده را هم از ساقی کوثر دوستر می دارم. حتی پیر هم که شوم مفسد فی الارض خواهم ماند، زیبا و ایرانی، و سرانجام گورستان کافران را بر همجواری با مقابر قدیسان برتری خواهم داد. به راستی که مفسد فی الارضم، چرا که در برابر چکه‌ای شبنم زانو میزنم، اما در برابر دایناسورهای بیابانی سرخم نمی کنم. به جای سنگ سیاه پیکر روان و روان پیکر دلبندم را می ستایم و چهره شکفته وی را بر حوریان بهشتی برتر می نشانم. چهارینه های حضرت خیام آیه های محبوب منند. کتاب آسمانی من کهکشان است و کتاب زمینیم موسیقی. به جای سینه زدن می رخصم. مرجع تقلید من حافظ شیراز است و خود مرجع تقلید تنکامگان جهانم. شاعر اشعار اروتیکیم، رافضیم، بابکیم، ملحدم، قرمطیم، مانویم، سرخوشم، مفسد فی الارضم.
حتی عاشق هم که نبودم، مفسد فل عرض بودم، چه رسد به همکنون که با کهکشان رای زنی دارم، تا هم آغوشیم با زمین را با همگان در میان بگذارد. ایرانیم، این جهانیم و عاشقم. اکنون شما بگویید من چیستم، اگر که مفسد فل عرض نیستم. همیهنان نازنین و گرامیم، سه شنبه دیگری است و برنامه سه ساعته از سنگر ایرانی و دشمن ستیز یعنی اسلام ستیز بیداری. با شما گرامیان از شش پس از نیم روز به وقت غرب آمریکا تا نه شب خواهیم بود و میدانم که همه شما گرامیان من آگاهید که از روز هفتم ژانویه که یک فاجعه تروریستی محمدی اسلامی ناب در فرانسه روی داد و به مدت سه روز در واقع جهان همه لحظه به لحظه این واقعه تروریستی اسلامی را دنبال می کردند و حمله و یورش به دفتر یک نشریه طنز و فکاهی در پاریس و کشتن 12 انسان در آنجا و روز دیگر گروگانگیری در یک فروشگاه مواد خوراکی کاشر در واقع یهودی و گروگان گرفتن انسانهایی در آنجا و بعد یورش پلیس به هر دو مرکز تروریستی و کشته شدن جنایتکاران محمدی تروریست کافر کش و انسان کش و دگراندیش کش بر اساس آموزه های دینشان و آموزه های قرآنی و محمدیشان و کشته شدن 4 انسان بیگناه در آن فروشگاه که هر 4 تن فرانسویان یهودی بودند و می دانید که یک پلیس هم، پلیس ترافیک، یک بانوی پلیس فرانسوی هم در واقع پیش از آن به دست تروریستی که گروگان گرفته بود در فروشگاه کشته شده بود. جمعاً 17 انسان بیگناه و به ویژه 8 تن از نویسندگان و کارتونیست ها و طراحان نشریه طنز فکاهی شارلی ابدو که 4 انسان روشنفکر، آزاده و نترس، ضربه بسیار بسیار مهلکی بر وجدان مردمان در جهان، مردمان آزاده وارد آورد. و اکنون پس لرزه های این رویداد و موضع‌گیری های سران و دولت های کشورهای گوناگون و تظاهرات بزرگ در واقع مارش اتحاد یا مارش اتحاد در پاریس که ده‌ها تن از مقامات درجه یک کشورهای گوناگون، دولت‌های گوناگون در آن شرکت کرده بودند و بر اساس گزارش‌ها 1.5 میلیون تن دست کم در پاریس در واقع مردم بیرون آمدند و نشان دادند که در برابر توحش و هراس افکنی باید ایستاد و نترسید و بر اساس گزارش‌های گوناگون جمعاً 3 تا 3.5 میلیون فرانسوی در پاریس و شهرهای گوناگون همزمان برای ابراز همبستگی و ایستادگی در برابر ترور و کشتار محمدی و همچنین احترام به جانهای سوخته به دست آموزه‌های قرآنی و همچنین این راهپیمایی در فرانسه که به راهپیمایی تاریخی در واقع مبدل شد و شاید پس از آزادی پاریس از دست نازی‌های آلمان که مردم از شکست نازی‌ها در واقع با شادی
میلیونی در فرانسه بیرون ریخته بودند پس از در جنگ دوم جهانی، این بزرگترین رویداد و بزرگترین تظاهرات تاریخ معاصر فرانسه و با این ویژگی هایی که داشته شاید بزرگترین تظاهرات از این دست در جهان بوده است. و بازتاب های گوناگونی این تظاهرات یافت هم میهنانم و به ویژه شرکت شخصیت هایی در این تظاهرات که مایه بحث و گفتگوهای بسیاری شد. جالب است بدانید که سرکرده تروریست های فلسطینی محمود عباس ابو مازن که در صف جلو در واقع دست در دست دیگر مقامات راه می رفت و فرستاده ینیچری عثمانی هم دست داعشی ها و فرستاده در واقع عثمان پاشا اردوغان داوود اوغلو به پاریس که تازه آنها اعتراض کردند، جالب است بدانید، به بودن نتانیاهو در این تظاهرات و در واقع اون رو تبدیل کردند به یک نمایش رقابت سیاسی و خودنمایی ها و دروغ پردازی های پس از آن. جالبتر از همه دلغک بازی های افسار گسیخته عثمان پاشا اردوغان است که هم جنس و هم روش و هم دینش محمود عباس که به در واقع ترکیه رفت از او استقبالی کرد مانند سلطان‌های خونریز عثمانی و نمایش و مضحکه‌ای را هم بر روی صحنه آورد که اکنون در واقع در دنیای مجازی اینترنت و رسانه‌های گوناگون جهانی مایه خنده در بعد دلغشه بسیاری از مردمان در جهان شده است که درباره اون هم در بخشی از برنامه مطالبی رو با گایتان خواهم رساند. در همین مسئله راهپیمایی تاریخی در فرانسه، همیهنان نازنینم، حضور گسترده مردم و با این که می دانستند احتمال تکرار ترورها و آدمکشی‌های محمدی وجود دارد، اما به راستی به قدری با شکوه و انسانی بود که همه را تحت تأثیر قرار می داد و میلیون‌ها میلیون فرانسوی، انسان‌های آزاده، در خیابان‌ها بودند و برخلاف سیاستمداران یا سیاستبازان و یا نقش پردازان و یا هنرپیشگانی که فعلا سرنوشت مردمان را در دست دارند، حضور میلیونی مردم مایه دلگرمی بسیاری برای همه انسان‌های آزاده و آزادی‌خواه جهان شد. بله، از نکاتی که میتوانم در این پیوند با شما همیهنانم در میان بگذارم، آماده باش در سطح بالای پلیس فرانسه بود که هزاران هزار آشکار و پنهان در واقع برای حفاظت از جان مردم و مقامات کشورهای گوناگون که در آنجا بودند در واقع حضور داشتند و تکتیراندازها در بسیاری از بالای ساختمان‌های بلند حضور داشتند، اما خوشبختانه این تظاهرات بزرگ و تاریخی بدون هیچ پیش آمده ناخوشایندی در واقع به پایان رسید و اثرات بسیار مثبتی بر جای گذاشت. اما در همین پیوند، همیهنان نازنین من، رئیس جمهوری آمریکا شرم و ننگ دیگری آفرید و این فقط گفته من نیست که دیدگاه های من را درباره ایشان و سیاست های 6 ساله گذشته ایشان می دانید، همواره هم با آشکارا گفتم و چیز پنهانی نیست و استدلال های من را هم شنیده اید. بازتاب وسیعی این شرکت نکردن
رئیس جمهوری آمریکا و یا حتی نفرستادن معاونش یا وزیر امور خارجش و یکی از این چهره‌های بلندپایه به این مراسم و در واقع غیبت آمریکا در این مراسم. و رفیق همفکر خودش را که در واقع چند سال هم دادستان کل بود و بسیار بحث‌انگیز که دقیقا کپی برابر اصل خود پرزیدنت اوباما هست، آقای اریک هولدر را ایشان فرستاد آنجا به گونه نمایشی و حتی آقای اریک هولدر در راهپیمایی و در صف جلو هم دیده نشد. و بازتاب گوناگونی یافت این مسئله و بسیارانی تا اینجا پیش رفتند که خیانت اوباما به مردم فرانسه به شمار آمد، پشت کردن اوباما به درد و رنجی که این حادثه وحشتناک تروریستی آفریده بود و در واقع به سخره گرفتن آزادی بیان و تعابیر بسیار گوناگون دیگری شد در این پیوند. و برخی از نشریات آمریکایی تا جایی پیش رفتن که در واقع این کار رئیس جمهورشان را شرم‌آور به شمار آوردند و مجله آمریکایی فوربس در گزارشی با تیتر شرم بر رئیس جمهور آمریکا برای از قلم انداختن راهپیمایی اتحاد پاریس علیه تروریسم نوشت: تصمیم باراک اوباما برای عدم حضور در راهپیمایی اتحاد در پاریس که در واکنش به اقدامات تروریستی هفته گذشته صورت گرفت و شاهد حضور 40 رهبر جهان از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، شاید ناراحت کننده ترین و آسیب رسان ترین اشتباه عمومی وی تا به امروز باشد. این نظر نشریه آمریکایی فوربس است. و واشنگتن پست در واقع امروز همین سه‌شنبه نوشت: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با شرکت نکردن در راهپیمایی بزرگ پاریس که سران بسیاری از کشورهای جهان در آن حضور داشتند، عملاً به صورت فرانسه سیلی زد. این روزنامه در مقاله‌ای با عنوان سیلی اوباما به فرانسه نوشت: اوباما همواره شعار رهبری از پشت را مطرح می‌کرده و آن را یکی از رویکردهای دولت خود به مسائل بین‌المللی می‌دانسته است. با این حال باید گفت روز یک شنبه رهبری آمریکا در رابطه با راهپیمایی علیه تروریسم در پاریس واقعا خیلی از پشت بود. این منبع نوشت: آنقدر رهبری آمریکا در این زمینه از پشت و با فاصله بود که رئیس جمهور اوباما و سایر مقامات ارشد آمریکایی اصولا خاک کشور خود را ترک نکردند و زحمت سفر به اروپا را به خودشان ندادند. این در حالی بود که رهبران 40 کشور گوناگون جهان به همراه میلیون ها شهروند فرانسوی در این راهپیمایی شرکت کرده بودند تا پاسخ دندان شکنی به تروریسم دهند. و واشنگتن پست همچنان با ریشخند افزوده است که او همینجا در آمریکا، یعنی آقای رئیس جمهور آمریکا، در ایالت دلاور باقی ماند و احتمالاً جلوی تلویزیون که تصاویر راهپیمایی را نشان میداد خبردار ایستاده بود. مطمئناً خبردار ایستادن اوباما در مقابل تلویزیون لحظه‌ای بسیار احساس انگیز بوده است. خب این هم هنر بزرگ دیگری از آقای اوباما که همواره گفتم بارها از من شنیده اید. خداوند به فریاد آمریکا و جهان برسد برای این دو سال باقی مانده از دوران ریاست جمهوری دور دوم ایشان که نوابغ رفتند و دوباره ایشان را برگزیدند. از
آریا جان خواهش کنم، آریا نازنینم، کلیپ کوتاهی سمیهنانم شاید یک دقیقه و نیم هست از راهپیمایی با شکوه اتحاد بر علیه تروریسم محمدی در پاریس هست که با هم میبینیم. شماره سر آریا جان با هم ببینیم. Walking arm in arm at a unity rally in the French capital with François Hollande at the center. Amongst the 40 heads of state, Angela Merkel, Benjamin Netanyahu, Mahmoud Abbas and David Cameron, all paying tribute to victims of Islamist militant attacks. It's the first time since 1990 that a French president has taken part in a demonstration. It's also the very first time that world leaders have joined forces on the streets of Paris to observe a minute's silence. Some hours earlier, the VIPs were transported to the capital's 11th district in this coach, with security forces on the highest possible alert for the event. Prior to the rally, they were greeted one by one at the Élysée Palace. Some even set aside their historic differences for the day with a common rallying message. France has always been a beacon of freedom for the entire world. Today, we rally together around France. We are one with the French. We want the same thing, freedom. The sentiments of the Greek Prime Minister Antonis Samaras were echoed by his British counterpart. The importance of today is to show solidarity with the French people and the French government after the appalling attacks in Paris. We're here to demonstrate that we all stand for the values of democracy, of freedom of expression, of tolerance. It was a day laden with emotion. For many, the terrorists wanted to bring France to its knees. Instead, they brought Europe to its feet. بله، همیهنانم بعد از این رسوایی به پا شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا و در واقع ضربه سنگینی که به پرستیژ و نام آمریکا وارد آمده است، مانند همه 6 سال گذشته ایشان، این دستکارهای ایشان میدانید 1, 2, 3, 10, 1000 نیست. دولت آمریکا روز دوشنبه یعنی دیروز زحمت کشیده و تأیید کرد که بله، باید نماینده بلند مرتبه تری را برای حضور در راهپیمایی روز یکشنبه پاریس به فرانسه اعزام می کرد. یعنی بزرگترین دموکراسی جهان، ابرقدرت جهان، ابرقدرت اقتصادی، نظامی، فرهنگی و با این پیشینه در این 200 سال گذشته نمیدانسته است که در این چنین رویداد به ویژه کلیدی و فقط از 11 سپتامبر بزرگترین جنایت اسلام در آمریکا تا کنون هزاران هزار فرزند آمریکایی پیر و جوان، اکثرا جوانان، نظامیان، سربازان، افسران معلول شدند، کشته شدند، تکه تکه شدند. تکه پیکر آنها به خانواده هایشان رسیده است که تا پایان عمر باید فقط به گونه گیاهی زندگی بکنند برای در واقع مبارزه با تروریسم و توحش محمدی و آن ضربه مهلکی که با آمریکا در واقع تروریسم محمدی وارد آورد. ولی رئیس جمهوری کنونی آمریکا چون این احساسی را نداشته است ایشان، که در واقع باید بداند اگر هیچ رهبری و هیچ کشوری هم در این مسئله ویژه در آنجا در پاریس حضور نمیخواهد داشته باشد، آمریکا و نه تنها رئیس جمهورش باید هیئتی پرشمار از چهره‌های درجه یک آمریکایی، رؤسای جمهور بازنشسته‌ای که فعلا زنده‌اند و بسیاری مقامات دیگر عازم پاریس می‌شدند. ولی ادمنستریشن آقای اوباما که گویا می‌دانید که در بخش‌های گوناگون آن اخوان المسلمین اداره‌اش می‌کنند، چون این رایزنی‌هایی به ایشان نمی‌شود و خودشان هم که اصلاً از آمریکا خبر نداشتند و ناگهان 6 سالش پدیدار شدند و
11 سپتامبر رو این مسائل رو هم خبر ندارند و ندیدند و نشنیدند و اینها. و بله تایید کرده که بله باید یک نماینده بلند مرتبه تری رو هم میفرستادیم. بله یعنی آقای بایدن معاونشان هم ایشان هم حتما گلف بازی میکرده، شاید هم با هم دیگر گلف بازی میکردن و وقت نداشتن برن. و جان کری جان و کری جان هم که وزیر امور خارجهش در سفر بوده است و در هندوستان و فرموده است که بعدن روز آدینه برای اعلام همبستگی از پاریس دیدن خواهد کرد، یعنی بعد از نوشداروی پس از مرگ سهراب. و ایشان هم گفته است که ما روابطمون با فرانسه رابطه بلند مدت و عمیق مبتنی بر ارزش‌های مشترک به صورت تعهد به آزادی بیان است و با این همه مایل هم بوده است شرکت بکند ولی خب نشده است، ایشان خیلی کار داشتن، سرشان شلوغ بوده است و این گونه پرسش ها را هم ایشان زیاد نمی پسندند. مناسباتشان با فرانسه همواره خوب بوده است و برای همین هم خیلی نیازی نبوده است که بروند آنجا و برای توف کردن به چهره اسلام و جنایتکاران محمدی که این بار دیگر مستقیم با مسلسل وسط پاریس رفتن آرپیجه هفتن برده بودن که آزادی بیان را به مسلسل ببندن. ولی آقای بایدن که نمیدانیم، شاید هم در حمام سونا بوده است، رئیس جمهور هم که ضرورتی نمیدیده است و ممکن است که در مسابقه گلفی بوده است. آقای کری هم که در سفر بوده است و بعدن برای ابراز دوستی حالا چند روز دیگر سری به پاریس هم میزنند. این هم شده است در واقع جایگاه آمریکا در جهان و سیاست جهانی ایالات متحده آمریکا. جنایتکاران محمدی که یک سریشان نامشان است داعش، در واقع توییتر ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا رو در واقع نفوذ کردند و با درج پیام‌هایی فرماندهان و سربازان آمریکایی را به گرفتن انتقام تهدید کردند. و آرم به اصطلاح سایبر خلیفه را هم در آنجا گذاشتند. سایبر خلیفه، می‌دانی که از صدر اسلام سایبر و سایبر بازی بوده است و کفار بعداً از مسلمانان دزدیدند. سایبر خلیفه و در این نفوذی که به شبکه اطلاع رسانی توییتر ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا انجام دادند این جنایتکاران محمدی، نوشتند که آمریکا و اقمار آن برادران ما را در سوریه و عراق و افغانستان به قتل رساندند. میدانید که داعشی ها گروه حقوق بشری هستند و در آنجا رفتند تا حقوق بشر و مهر و مدارا و رسیدگی به زیر دستان بینوایان و همه مهربانی ها و بنابراین مخالف کشت و کشتارند داعشی ها، یعنی محمدیان. و حالا ما با نفوذ در شبکه ها و دستگاه های الکترونیکی شخصی شما همه چیز را درباره شما میدانیم. میدانید که سناتور جان مککین که یکی از سناتورهای ارشد حزب جمهوری خواه هست میگوید رئیس جمهور اوباما توصیه ماندن برخی نیروهای آمریکایی در عراق را نادیده گرفت و منجر به ظهور و گسترش داعش در عراق شد. علاوه بر آن خودداری دولت اوباما از حمایت مخالفان سوری منجر به پیدایش و رشد داعش در سوریه گردید. اینا دستاوردهای بزرگی است برای رئیس جمهوری
آمریکا پرزیدنت اوباما که حتما در تاریخ ثبت خواهد شد همین دستاوردهای افتخار آفرین. از آریا جان خواهش میکنم، آریای نازنینه، در این بخش برای اینکه ما هم در این راه پیمایی اتحاد که نمیتوانستیم در پاریس باشیم، از راه دور سهمی داشته باشیم و شرکتی کرده باشیم. شماره دو را عزیزان من با هم میبینیم، در واقع پیام ملت ایران است درباره نام و نشان جنایتکار اصلی تروریسم محمدی که نامش قرآن است. شماره دو را با هم میبینیم و میشنویم. آریا جان فارسی بخون بفهمی، تو هم آدمی، تو دنیا داری سهمی. کتابی با بسم الله شروع شد، قانون شقاوت چون تموم شد. فقط میگم آیات مسخره، فقط صورت ظلم تو این دفتر. تو قرآن خون انسان حلال، حرف حق زدن امری محال. این کتاب کتاب محمده، اونم از خودش نیستش در اومد. آره حراب و سوادش دروغه، ناتموم شعر فروغه. حالا بریم سوره بقره که درش انسان کفتر بی سره. بعدش میگم سوره نسا، همونجا که عشق میشه نزا. تو نسا مکالله بارده، مرتد عالم مبارزه. تو نسا زن قرامته، توش جنایت انسان کرامته. یه آیه هستش آخه تو این کتاب، واسه علوم و ریاضیات و حساب و کتاب. تو قرآن همه چیز خیال پردازی، بزرگترین مغلط دنیای باقی. تو قرآن سوره احزاب، سهم انسان حماقت و خواب. تو قرآن سوره مریم، این کتاب کپی شده سر هم. تو قرآن سوره زیتونه، این کتاب کتاب شیطونه. تو قرآن عدالت سیاهه، واسه اینه که ناجی ما تو چاهه. تو قرآن سوره چین، بزرگترین یاوه یاسین. تو قرآن سوره توحیده، کی سواد الله دیده. اسمش روش الله ندیده. تو قرآن یاقی میشه صحابه، قانونشون موجب عذابه. تو قرآن زمین سخت داره، دروغاشون همه جای حرف داره. تو قرآن الله یه مرده، زن کنیز و اسیر یه برده. تو قرآن دم حقیقت چه سرده. تو قرآن کجاست دانشمند، نشون بده آدم خردمند. تو قرآن حق کو میشه سیاسی، فقط کشتن و منفی ریاضی. تو قرآن تجاوز علومه، زد و مرد حق مظلومه. تو قرآن از فهم روزه، جالبه به فهمی رو فوزه. تو قرآن وعده بهشته، حق انسان زندگی زشته. تو قرآن الله و محمد دیکتاتور، عراضی فشید شخص قرب خور. تو قرآن حکم من ارتداد،
چرا چون واجب خاموشی خدا تو قرآن محمد رسوله اونم عدلش با شمشیر و زوره محمد عدلش تو پایین تن از بهشت اون تو بدون فقط زن است تو قرآن همچون هم کفاره آزاداندیش جزء کفاره تو قرآن سوره مائده زندگی حق تو زائده تو قرآن سوره عنکبوت به من بگو عدل اسلام چی بود امون الله یاوه بلال خون ادیان دیگه حلال قرآن رو با عقل دیگران نوشتن همه کاتباشو یه شبه کشتن تو قرآن سوره حمله قرآن واسه ایران سمه محمد و دینش تازیه تقیه و درو قاعده بازیه قبل محمد ایمان هدف بود کی بشر مثل امروز عقب بود همه جاهلا شدن اولوالعرش شدن قده واسه یه خرد و من حالا بریم سوره زلزله با این کتاب اومده ولوله یه سوره به اسم فرقانه تمام دین و کتاب دکانه یه سوره به نامت محمد که عدل اون خوبه واسه یه امت تو قرآن سوره حق جبونا جون میدن زیر حق تو قرآن سوره کفاره هدیه قرآن تنابه داره تو قرآن سوره دهره چرا انقدر حرزه تو شهره تو قرآن سوره الان مرد انسان با این دیشه ها تو قرآن سوره هو الله و قرآن دروب بود تو قرآن سوره قیامت همه آیاتش پر از کتابت تو قرآن سوره مجادله الله با پول میشه معامله قرآن و فارسی بفهم سوز نمیشید چرا باید عجم و مجید باشید قرآن و فارسی بفهم سوز نمیشید چرا باید عجم و مجید باشید قرآن و فارسی بفهم سوز نمیشید چرا باید عجم و مجید با درود دیگر باره همیهنان نازنینم در این 3-4 روز گذشته تنها یاری 3 تن از یاران به سنگر بیداری رسیده با یک جهان سپاس از این 3 یار نازنینمان بانو کردیه گرامی و بزرگوار و فداکارمان کدبان سرباز میهن نازنین و وفادار و گشاده دست و پیروز بهادر نازنین و گرامی من امیدوار هستم هم‌میهنانم ما در واقع در نیمه ماه هستیم آدینه که من در برنامه خواهم بود امیدوارم ما نیمه ماه را گذرانده ایم و عزیزان من در واقع چند برنامه بیشتر نیست در هر هفته 2 برنامه و ما در شرایط مالی بسیار بدی هستیم امیدوار هستم که گرامیان من در این 2 ساعت و 10 دقیقه که از برنامه امروز فعلا به جا مانده بدون اینکه نیازی باشه من برنامه رو قطع بکنم و فراخوانی بدم و توضیح بدم و استدلال کنم به هر شکلی گرامیان من این سنگر باید بماند و سنگری است که سالهای سال است با یاری و پشتیبانی شما نازنین ها شما میهن پرست ها شما گرامیان من هر چند تن هستید که هنوز ایران را فراموش نکرده اید خیشکاریتان را فراموش نکرده اید این سنگر و سربازان این سنگر را میشناسید و میدانید که جز خود ما کسی یاری رسان میهن ما نیست و این بیداری و این هوشیاری و این روشنگری های ریشه‌ای در واقع رمز آزادی میهن ما هست و خواهد بود یاری برسانید و سهیم باشید و شریک باشید و به ویژه من بارها گفتم هر هم میهن ما میتواند با روزی تنها 1 دلار و برای همه شدنی است و سختی و دشواری ایجاد نمی کند با هر درآمدی که باشید شما نازنین هایم اما برای سنگر بیداری هنگامی که ده ها و صد ها ایرانی هر کدام با روزی 1 دلار سنگر را پشتیبانی کنند ما دشواری مالی نخواهیم داشت و کمبودهایی رو که اکنون دچار آن هستیم میتوانیم همانها را جبران کنیم و هم در واقع در وضعیت بسیار مالی بد مالی و عقب افتادن
بایستنی هایی که ما باید بپردازیم که بتوانیم ادامه بدهیم. می توانیم همه آنها را فقط با روزی یک دلار شما جبران کنیم و حتی بتوانیم ما این صدا و تصویر را که می دانید تلویزیون اینترنتی ما 24 ساعته هست، ما آن را بتوانیم با ماهواره به ایران برسانیم. نازنین های من، شدنی است اگر اراده کنیم، اگر بخواهیم، اگر در میدان باشیم و اگر زود دل سرد نشویم، اگر نرویم جاهای دیگر هر از گاهی خود را سرگرم کنیم بعد دوباره بیاییم بعد دوباره برویم. نازنین های من، اگر باور داریم راه آزادی میهن چه راهی است، بعد از 36 سال باید پی برده باشیم، بعد از این همه رویدادها که فقط اثبات کننده پیام های روشنگران این سنگر بوده است، فقط اثبات کننده پیام های فولادوند بوده است، پیام های پروفسور مسعود انصاری نازنینم بوده است، پیام های شمار دیگری از روشنگران کم و بیش نوشتاری با سروده با هرچه که در این سالها تلاش کردند و اثبات کننده پیام های من سرباز و کوچک بوده است. بنابراین گرامیان من، راه در جهان یکی است و آن راستی است. هنگامی که پیامی راست و درست است در زمانی که مطرح می شود 20 سال پیش را به یاد بیاورید. من به یاد دارم دردهایی که بر مانندهای من وارد می آمد از سوی بسیاری از هم‌میهنانمان. به سخره گرفته می شدیم، تهدید به مرگ می شدیم روزی هزاران بار، دشنام ها، رکیکیات، چپ نامه، ایمیل. اما هر روز و هر ماه و هر سال که گذشت، با پرداختن هزینه و بهای سنگین و با از دست رفتن جانهای گرامی بسیار از ایرانیان، از آزادگان، از فرزندان ایران، از بلاهایی که سر ملت ایران آمد، اکنون دیگر میلیون ها میلیون ایرانی پی بردن، می دانند در درون میهن، در برون مرز. اما گرامیان من، تا به اقدام عملی، تا به کردار، تا به راه رفتن در این راه راستی، میلیون ها تن دست در دست یک دیگر گام بر نداریم، چیزی از جایش تکان نخواهد خورد، میلیمتری پیش نخواهیم رفت. باید باشیم، استقلالمان را حفظ کنیم. عدم وابستگی مایه نیرومندی ملی است. ایرانیان جامعه ای هستند، مهاجران ایرانی، ثروتمند ترین ها، تحصیل کرده ترین ها، توانا ترین ها. اما ببینید، از همین نمونه این سنگر ببینید، این بلایی است که در اندیشه و مغز ایرانی به وجود آمده است. این ترس نهادینه شده، این خودخواهی که در واقع دیگر به فساد می انجامد، خودخواهی بیش از حد به دوزخ می رسد. گرامیان من، باید همه من در میدان باشیم. یارانی که می توانید با مبالغ بیشتر یاری برسانید، کوتاهی نکنید. اما صدها ایرانی فقط با روزی یک دلار می توانیم نیرومندترین رسانه را داشته باشیم. رادیو تلویزیون بیداری که با ماهواره به ایران هم برسد، تصویری و صدا، فقط با روزی یک دلار شما. اما صدها و هزاران ایرانی باید در میدان باشند. به ویژه گرامیان من، تعهد ماهانه بسپارید. حتی یارانی که هر از گاهی یاری میرسانید، هر چند ماه یک بار میایید و یاری میرسانید، شما یاران این سنگرید، چون همواره مانده اید در کنار این سنگر. اما همان شما که حتی میخواهید چند گاه یک بار بیایید 200 دلار، 500 دلار، 1000 دلار اعلام کنید، سهم و سهامی را ماهانه بر عهده بگیری. این یاری بسیار بزرگی است که ما بدانیم هر ماه می توانیم این یاری ها را دریافت کنیم و بتوانیم هزینه های این سنگر را تأمین بکنیم. امیدوار هستم عزیزان من
این سخنان من بر دل شماری از شما یاران و هم میهنانم که میدانم بسیار بسیار بیننده و شنونده دارد سنگر بیداری. بنشیند این سخنان و بدانید مسئولیت را باید بر عهده گرفت، باید بار را تا منزل پایانی رساند. یارانی که آمده اید بعد از یک سال، بعد از دو سال، بعد از سه سال، بعد از پنج سال، بعد از ده سال رها کرده اید، در واقع همه اون تلاش هایی را که قبلا کرده اید سوزانده اید. باید کسانی می توانند بگویند پیروز شده ایم و پیروز می شویم که در میدان باشند، در آوردگاه باشند، از کنار گود، که کسی نمی تواند بگوید من پیروز شدم یا من در پیروزی سهیم بودم. سرباز، آزادی خواه، رزمنده، اهریمن سوز باید در میدان باشد. و اکنون زمانی است که این صدا و این تصویر را نگاهداری کنید. این رزم است، این نبرد است. واژه نبرد و رزم فقط با سلاح و کشتار و خونریزی و مسلسل و چاقو و تیر و تفنگ نیست. جهان امروز جهان رساندن پیام هاست، تصویری، صوتی، بیدار کردن انسان ها از سیاه چال جهل و نادانی و حقارت و بردگی، آزاد کردن انسان ها، آنها را به جرگه آزادگان رساندن است. خب همیهنان گرامی من، نوشتار کوتاهی است از کوشای نازنینم که نمونه ای از فاشیزم و آدم کشی اسلام و در واقع محمد ابن عبدالله جانی راه زن و بیمار جنسی که پیامبر اسلام است. تا بدانید رویداد فاجعه بار پاریس و یا همه این کشتارها، همه این ترورها، ترور آزادگان ایرانی، نابود کردن آنها، سربنیست کردن آنها، در واقع تروریست ها و آدم کشان محمدی پیرو و الگوبردار چه کسی هستند؟ کشتار و از میان برداشتن انتقاد کنندگان در صدر اسلام. صلی الله علیه و سلم در زمان حیات سراسر پر از خونریزشان، تحمل شعرا و سخنگویان، انتقاد کنندگان به ادعاهای یاوه خود را نداشتند. برای نمونه اگر کسی در این ادعای دور از عقل و خرد انسانی صلی الله علیه و سلم که غار به صدا در آمده و فریاد زده است اقرأ باسمک به اسم ربک الذی خلق تردید می کرد و از راه سرودن شعر و یا ایراد سخنرانی با این ادعای ابلهانه او مخالفت می کرد، صلی الله علیه و سلم تصمیم به نابودی او می گرفت و الله هم او را یاری می داد و برای اجرای حکم قتل و از میان برداشتن شاعر آیه نازل می کرد. یکی از این نمونه ها داستان قتل اسماء بنت مروان است که زنی شاعره و از اهالی مدینه بود که در اشعارش یاوه های محمد و به ویژه ایجاد نفاق و دشمنی که در میان قبایل عرب مدینه به وجود آورده بود را مورد انتقاد قرار میداد و از مردم مدینه میخواست که این مهاجر تفرق افکن و شیاد و کذاب را از خود دور کنند. در سال 624 میلادی صلی الله علیه و سلم که پس از غزوه و قتال بدر قدرت بیشتری یافته بود، تصمیم به قتل اسماء بنت مروان گرفت
یکی از خیشان شوهر اسما که اسلام آورده بود برای این مأموریت روحانی و ملکوتی برگزیده شد. وی شبانه به خانه و جای خواب اسما وارد شد و در حالی که او و کودک شیرخوارش خفته بودند، شمشیر اسلام را در قلب او فرو نمود. در آن هنگام چون شمار مسلمانان رو به افزایش بود، قاتل اعلام نمود که در راه رضای الله و رسول این قتل را انجام داده است و کسی از قبیله اسما جرأت انتقام خون او را نخواهد داشت. این داستان را ابن اسحاق در کتاب معروف و راهنمای و سرمشق مسلمین سیرت النبی در رویه 675 آورده است. سیرت النبی. شاعر دیگری در همین دوران، مرد یهودی و سالخورده به نام ابو افعک بود که به تاریخ و سربلندی های قبیلش و دلاوری های اجدادش افتخار میکرد و در باره آن اشعار حماسی میسرایید و یاوه های محمد را به سخره میگرفت و با ایده محمد که مردم را به دو دسته باورمندان و ناباوران تبدیل نموده و در برابر یکدیگر قرار داده است مخالفت میکرد. ابن اسحاق میگوید رسول الله از مسلمانان پرسید کدام یک از شما میخواهید این حرامزاده را بکشید؟ یکی از هم قبیلایی های ابو افک داوطلب اجرای این امر آسمانی شد و پیرمرد شاعر و مخالف رسول را به قصر رسانید. ابن اسحاق سن شاعر را نزدیک به 100 سال ذکر کرده است. صلی الله علیه و سلم از هیچ کس نمی‌گذرد. این تنها دو نمونه از این قتل هاست. ابن اسحاق بیش از 10 نمونه از این قتل ها را در سیرت النبی که شرح زندگی رسول الله و سرمشق مسلمانان است آورده است. امروز در یکی از کلیپ هایی هم که هم میهنانم برگزیدم از دکتر بیل وارنر که قبلا هم از ایشان کلیپ هایی را از این سنگر برایتان پخش کرده ایم، در کلیپ امروزی که از ایشان خواهید دید و شنید، ایشان در واقع به پایه های اصلی اسلام که یکی از آنها هم سیرت النبی هست، در این کلیپ با توضیحات بسیار دقیق و یکی از روشنگرترین کلیپ های ایشان است و بسیار بسیار برای همیهنانی که شاید در این سالها پای برنامه های روشنگری نبوده اید و بسیاری از این مطالب را که ما بارهای بار گفته ایم در کلیپ های گوناگون، در روشنگری های فرود فولادوند، پروفسور مسعود انصاری نازنینم، در واقع یکی از آن دست کلیپ ها هست که بسیار داستان را مشخص می کند برای کسانی که این کلیپ را می بینند و اشاره دارد به پایه های اصلی باور مسلمانان و میگوید که فقط قرآن نیست و اشاره هم میکند به اینکه میگوید اسلام رادیکال و اسلام میان رو و چه و چه و توضیحات و روشنگری های ایشان فوق العاده هست. ایشان کلن انگلیسی را هم بسیار روشن با تلفظ های بسیار روشن بیان می کنند و من گمان می کنم همه همیهنان می توانند بهره ببرند. حال می رسیم در موضوعی که فقط اشاره کوتاهی به آن داشتم. دلغکی که سیرک عثمانی به راه انداخته است و دیگر آرام آرام این افسار را پاره کرده است و جفتکایی که می اندازد از چند سال پیش که هر ما در این ماه های گذشته دیگر در واقع جفتک اندازی هایش به راستی شگفت انگیز شده است و
و دیگر تا پای جنون و مسخرگی و دلغکبازی و اکنون هم که دیگر سیرک و کارناوال عثمانی به راه انداخته است و بر پایه همان اینکه بیچاره اردوغان و دار و دستش و بسیاری از ترکای دروغ پراکن در این سالهای گذشته هم به اثبات رساندند که مایه سخره مراکز علمی و دانشگاهی و اکادمیک هم هست و بسیار درباره آنها خوانده اید و شنیده اید و من هم در این سنگر بارها با اشاراتی داشتم. دیگر این بیچاره بدبخت دلغک عثمانی کارش به جایی رسیده است که رفته است و به همه گروه ها و قبایل خونخوار مغول و ترک و هون و هرچی که بوده است همه را به خودش بسته است و جنایتکارانی که در تاریخ فقط به خونریزی و کله مناره ساختن و خوناشام بودن و ویرانگری و بیفرهنگی زبان زد بودند او با آنها افتخار میکند و 16 تن را از این لباسهای حلبی هم به نام زره داده از ساختند و قیافه های مسخره و همین تاریخ جعلی که بیچارگان بعد از عثمانی آمدند و یک کشور دروغین به نام ترک و ترکیه و چه و چه و دیگر از 100,000 سال پیش هم اصلا آدم و حوا هم ترک بودند و همه ترک بودند. ایشان آمده است و یک سیرک عثمانی راه انداخته است و مهمان بزرگ و معظم تروریست هم دینش محمود عباس را هم که برده است آنجا. بیچاره محمود عباس حتی عکسش را هم که میبینید هاج و واج مانده است که این دلغک بازی و این نمایشات برای چه، و ایشان نمایش داده است که به 16 حکومت مهم تاریخ ترک تباران بودند، یعنی همان سربران و کله مناره سازان و فرهنگ سوزان و آدمخواران و اینها که بعد آخرینشان همین عثمانی های ینیچری و آخرین خدمت بشری آنها، یعنی بزرگترین که خیلی شکوه داشته است و مایه افتخارشان هست هنوز هم باد به قبقب میاندازه. بله این جوکار تصاویر جوکی رو هم ببینید، سپاسگزارم آریا جان، میبینید بله حلبی پوش ها را جمع کرده است این ور آنور پله ها، این آک سرای، حالا سرای پارسی را گرفته است چون دیگر خودشان چیزی ندارن، تفلکی ها نتانستن این را هم ترکی بکنن. آک یعنی آک سرای یعنی همان کاخ سفید را که درست کرده است، همه کاخهای باکینگهام و نمیدونم این و آن باید بزرگتر باشد، بیش از 1,000 اتاق و در چه فضایی و در چه مساحتی و چه و چه. بیچاره بدبخت افسارپاره کرده یه روانی که دیگر اکنون دیگر روانی است. خواب امپراتوری عثمانی و حتما دوباره لشکرکشی تا پشت دروازه های وین و اینها را در خواب میبیند. بله 16 حکومت مهم در تاریخ ترک تباران از هونها آغاز شد کرده است، هونهای آدم خار در سده دوم قبل از میلاد تا سلجوقیان و گورکانیان و همه هم اجداد این بچه مغول بودند همه آنها، و رسیده است به امپراتوری عثمانی و افتخار کردن به جنایتکاران تاریخ، به خونریزان و بی هویت و بی ریشه چنین است. یعنی اکنون 100 سال از دست کم تاریخ دروغ به خورد مردمشان می دهد، سرزمین دزدی، سرزمین اکثرا سرزمین مسیحی و ارامنه و بیزانس و دزدی، زبان دزدیده شده فقط گلده گدی یتیرده اولدو باشته چه و چه ترک است و دزدیده شده از عربی و پارسی و لاتین و چه و چه زبان ساختند و دیگر هیچ تمدن و فرهنگی در برابر اینها هم نمیتواند اصلا شانه به شانه اینها که هیچی زیر شانهشان هم برسد و همه چیز دروغ و همه چیز دروغ، و دیگر ناچار است هنگامی که به اینجا رسیده است دیگر به نیای بزرگش چنگیز خان و تیمور خونریز و هونهای آدم خار و چه و چه افتخار بکند و
حلبی بر تن این 16 تن بکند، هر کدام نماد یکی از این آدمخواران و جهانسوزان و خونریزان و کل مناره برپا کنندگان و کتاب سوزان و شمشیر اسلام خونین را بر دست گرفتگان و بر جنایت اسلام هزار برابر افسودن. افتخارات تولکست به ویژه مدل ینیچری عثمان پاشایی اردوغانی و سوزاندن همه دستاوردهای آتاتورک که سرزمینی ساخته بشود به سوی مدنیت و از توحش اسلام هرچه دورتر و همزمان شدن با زمان و جهان و مدارا و همه را دارد با سرعت نجومی عقبگرد و جفتک ترکی مغولی تا برسد به صدر جنایت مغول و ترک و خونخاران تاریخ که اکنون دیگر آورده است و آشکارا به همه جهان نشان میدهد که به چه کسانی افتخار میکند و چه ژنه با افتخاری دارد بود. بله دستاورت های جهان نیست. تفلک این میلیون ها مردم ترکیه که همین پارسال نشان دادن لایه های درخشان، انسان های مدرن، زنان و مردان آزاده هایی که مایلن زندگی مدنی و مدرن دور از نجاست و کثافت اسلام و جنایت عثمانی ینیچری که فقط مایه شرم این مردم است زندگی داشته باشند، از چی رو گرفتار فعلا این خونخوار شدن؟ دمو و کراسی هم بوده است، رأی آورده است، رأی آورده است، هر کس یک رأی. مغز داعشی کت شلوار بر تن برویم حالا رأی بدن به که چه کسی رأی میدهیم؟ به اردوغان مانند ابوبکر بغدادی او هم رأی بیاورد، بیعت که میکنند یعنی رأی میدن دیگر. هر جا که اسلام است این دموکراسی مدل غربی جز تشدید جنایت چیز دیگر به وارد میآورد. در کشورهای اسلامی یا باید میهن پرستان و مصلحین بزرگ و ناچارن چاره ای ندارن، نه اینکه عاشق دیکتاتوری اند، بخواهند سرزمینشان را از منجلاب بیرون بکشند. این مدل دموکراسی غربی در آنجا سازگار نیست. مجبور است دهه ها و صده ها باید کار فرهنگی انجام بگیرد تا به مرحله‌ای برسد که آن دموکراسی واقعی هم در این سرزمین ها بشود، چیره شود بر جامعه و بر اندیشه آن مردمان و بر فرهنگشان و بر خانوادهشان در کوچه و خیابانشان. جانورانی که رفتید و خمینی گور به گور و داعش شیعی را آوردید و این لوادکاران را بر سرتان نشاندید و این قتل عامگران را به جان ملت ایران انداختید، ببینید دستاوردتان را و اکنون ببینید ترکیه مدرنی که یک لنگش را هم در اروپا گذاشته است که با اسلام عزیز که زوزه می کشیدید پهلوی های قلدر و دیکتاتور نمی گذارند شما و پیشوای دمپایی به دستتان ایران را زودتر در آتش بیندازید، هنوز هم نفهمیده اید؟ اندیشمندان و پژوهشگران و شاهنامه خوانان و همه دانش های جهانی را هم دارید، هنوز هم نفهمیده اید؟ هنوز هم نمیدانید ریشه در کجاست؟ ریشه این همه بدبختی؟ بله آکسرای یعنی
سرای سپید، سپید سرای. انسان فرومایه و حقیر و هویت دروغین و قلابی همین می شود، همین می شود. به دستاوردهای 100 سال گذشته با آن فداکاری های آتاتورک هم میدانید کم جنایت نکرده بودا، این رو به یاد داشته باشید. اما مردی که میدانست باید در آن بزنگاه تاریخی با میهن پرستی و مردم دوستی چه راهی را برود، به جای این که بیاید اکنون مثلا وضع اقتصادی هم از سیه روزی ایرانیان و از تباهی گسترده شده در جهان و هرچه وضع اقتصادی هم درست شده است در ترکیه، بیاید گسترش دهنده دموکراسی و حقوق بشر واقعی و پیشرفت واقعی و نهادینه کردن همه این اصول در آن جامعه هوای چنگیز و تیمور به سرش زده است، چون مغزش مسلمان است. همین این زندگی را هم از این مردم بیچاره بگیرد و آنها را هم مانند مردم ایران که اکنون در آن دوزخ دارن تباه می شوند، مردم ترکیه را هم در آن دوزخ بیاندازن. و غرب، این دوستان هم پیمانان غربی شد، سالهای سال است می بینند این حیوان دارد در آنجا چه می کند. همه ایشان می دانند، بیشتر از من و شما هم می دانند، بسیاری از چیزهایی که آنها می دانند که نمی گذارند ما هستند آگاه شدیم، که در این چند سال گذشته همین عثمان پاشای جانی اردوغان عقب مانده افسار طویلش را پاره کرده، چگونه در رشد آدم کشی و ترور محمدی در آن منطقه نقش مستقیم داشته است. این فاسد دزد رشوه بگیره، کثافت. بزرگترین زندان روزنامه نگاران را در آنجا پدید آورده است، بزرگترین سرکوبگری ها را در برابر آزادگان ترکیه کرده است. رسانه های ترکیه که جرأت نمی کنند نفس بکشند، نوکر کثافت‌تر از خودش اوگلو داوود اوگلو را فرستادند، آن کثافت دستیاران داعش اعتراض دارن نتانیاهو رفته است در آنجا. تروریست های مسلمان محمدی داعشی از جنس ابو عباس و یاسر عرفات و حماس جنایتکار اخبار المسلمین مانند خودتان، شما اعتراض میکنید به بودن نتانیاهو در آنجا؟ بیشرمی مسلمان را، وقاحت مسلمان را هیچ درنده‌ای در این جهان ندارد. بله، مساحت آکسرای 40,000 متر مربع، 210,000 متر مربع زیر بنا، از کاخ باکینگهام و کاخ الیزه و کاخ سفید وسیع‌تر است. دیگر بزرگ شدید و نژاد والا و هزاران سال دستاوردهای فرهنگی برای بشریت حتماً. به اجداد مغول و تیمور و هونش افتخار می‌کند. ننگ بر تو عقب مانده ذهنی. به آتاتورک افتخار نمی کنی، به آن جانیان افتخار می کنی.
روزنامه حریت نوشته است آکسرای کاخ تازه ریاست جمهوری این مکان را امکان را فراهم کرده که مهمانان خارجی و مقامات بلندپایه کشورهای دیگر که از ترکیه دور دیدن می کنند مثل کودکانی که به دیزنیلند می روند شگفت زده می شوند. شخصیت درست کرده. دست فروش لب و فروش کنار خیابون بوده اصلا در استانبول. یارب مباد به راستی همه جا این شعر ایرانیان کار میکند. یارب مباد. بسیاری از کاربران در توییتر و فیسبوک این عکس‌ها را به عنوان عباس در سرزمین عجایب باز نش کردند. برخی از کاربران هم بازیگران جنگ ستارگان را استار وارز رو در تصاویر تحریف شده به جای سربازان سلجوقی بر روی پله‌های کاخ اردوغان قرار دادن. در عکس‌های دیگری اردوغان عثمان پاشا در میان شخصیت‌های مجموعه ارباب حلقه‌ها قرار گرفته است. $600 میلیون برای ساختن آکسرای با 1150 اتاق. پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نام آکسرای با آن داده شد، یعنی سرای سپید. یک شبه به کاخ ریاست جمهوری بدل شد. چه در ترکیه و چه در بیرون از ترکیه سر تا پایش را هر روز مسخره می کند. اما همواره بدانید بعضی از این دلقک ها و مسخره ها می توانند بسیار خطرناک باشند و اردوغان از آن جنس است. به یاد داشته باشید این سخن من را، اردوغان از آن جنس است، بسیار می تواند این جانور خطرناک باشد. هرچه فرومایه تر خطرناکتر، هرچه حقیرتر خطرناکتر. بله، گزارش های گوناگونی درباره این دلغک بازی تازه اردوغان هست. بله، این مراسم قطعا مراسمی نیست که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به این زودی ها فراموش کند. خب رفته از دیسنیلند محمدی دیگر، مدل عثمانی و خون و آدم خاران و گورکانیان، یعنی تیمور و همه سربران و کل منار برپا کنندگان. مهری که اردوغان به عنوان رئیس جمهور استفاده می کند، 16 ستاره به عنوان سمبل همین 16 دولت تاریخی دارد. آیا واقعا لباس هایی که بر تن این مردان کرده بودند تاریخی بود یا نه مورد تردید است. بعضی از آنها زیادی نونوار و براق بودند. دویچه وله نوشته است. آن یکی هم که خوندم از بی بی سی عزیز بود و گزارش های گوناگون. این مراسم دستمایه‌ای شده است برای تمسخر و طنز در دنیای رسانه، به خصوص شبکه‌های اجتماعی. کادری گرزل، خبرنگار شناخته شده ترکیه، در توییتر خودش نوشته سیرک عثمانی در کاخ ریاست جمهوری. بعد
این جانی عقب مانده عقده‌ای دزد رشوه‌گیر فاسد اخوان المسلمینی و پدرخوانده، یکی از پدرخوانده های رسمی داعش، به حضور نتانیاهو در پاریس انتقاد شدید کرده است و حمله کرده است. اردوغان عثمان پاشا در سالهای گذشته تلاش کرده است با موضع‌گیری های شدید و لحن علیه اسرائیل ترسیده است از لواطکاران شیعه داعشی ایرانسوز عقب بماند. دیگر برای خود ارج و قربی در دنیای عرب دست و پا کند. همواره شمشیر عرب در دست خونخوار هون و ترک کار کرده است. اینجای تاریخ را می داند. بله، رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه در دیدار خود با همدین همنژاد همژنش محمود عباس، تروریست فلسطینی، به شدت از حضور نتانیاهو در مراسم بزرگ داشته شارلی ابدو در پاریس انتقاد کرد. این خونخوار پدرخوانده داعش اردوغان، و گفت که نمیتواند بفهمد چگونه نتانیاهو به خود اجازه شرکت در این مراسم را داده است، چگونه یکی از خونخاران ینیچری عثمانی نوکرد به نمایندگی از طرف تو داوود اوگلو با آنجا رفته است که فقط همین چند دهه پیش اجداد تو و او 2 میلیون تا 2.5 میلیون انسان درجه یک ارمنی را قتل عام کرده است. جنایتکار عثمانی ینیچری. دیگر نیازی نیست من بگویم اینجا. همین 16 تا خونخوار را که به گونه سمبولیک افتخار میکنی اجدادت آدم کش و قتل عامگر و کل مناره ساز، همه خونخواران تاریخ را آنجا با لباسهای حلبی چیده ای، دیگر خودت نشان میدهی، دیگر مثل این جانیان اشغالگر میهن ما، من دیگر چه بگویم؟ بله، او به جنگ اسرائیل با فلسطین اشاره می کند که 2400 کشته به جای گذاشته است. تو اول 2,500,000 نفرت را بیا پاسخ بده جانی، و اجدادت که خودت گفته ای مسئولیت آنها را به عهده گرفته ای، اهونهای خونخوار کل مناره ساز آدم خوار، تا این عثمانی های خونریز لواطکار حرمسراهای چند هزار نفره فقط از پسر بچه ها. مسلمان نمیتواند بر پایه دینش یهود کش نباشد، نمیتواند. دینش، قرآنش، آموزه هایش از ربطی نداره به نتانیاهو و این آن. مسلمان اخوان المسلمینی، سپاسگزارم از همیهن نازنین و گرامی من که به نام فرود فولادوند فرزند درخشان میهن $100 اعلام یاری میکنند. با درود به روان فرزند یگانه میهن فرود فولادوند، روشنگر دلاوری که سالها پیش تازینامه را واژه به واژه به پارسی روان برگردان کرد و در برابر دوربین تلویزیون سالها پته جنایت و رذالت اسلام را روی آب انداخت و ده ها هزار جوان میهن پرست ایرانی مسلمان زاده را از این آیین اهریمنی رهایی داد و به قرآن و اسلام توف کرد. یاد فولادوند تا جاودان گرامی باد. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر
میهن نازنینم و درود بر یاد و نام و روان پاک فرزند درخشان میهن فرود فولادوند. سپاسگزارم از مهرتان هم میهن نازنینم. خب هم میهنانم، از سیرک و کارناوال و دلغک بازی و افتخار به خونخواران تاریخ به عنوان اجداد با افتخار آدم کشان ینیچری به نیمه برنامه هم رسیده ایم و با هم 22 دقیقه هست هم میهنانم و خواهش من از شما یارانم این هست که از آغاز تا پایان این کلیپ را که در واقع دکتر بیل وارنر توضیحات کاملی میدهند با دقت گوش کنید عزیزان من. اسلام رادیکال و اسلام میانه رو و درباره قرآن و حدیث و سیره و به طور کلی این فضای اسلامی و این دروغ‌ها و درباره اتفاقاً ترکیه امروز که آناتولی بوده است و تعریف آناتولی آن سرزمین هم اشاراتی دارد. با دقت خواهش میکنم 22 دقیقه هستم میهنانم، این کلیپ رو ببینید و بشنوید. پیروز بهادر نازنینم پیام دادند با بیکران درودها به بانوی دلاور، بانو صفاری نازنین. من از یاران و بینندگان گرامی من میخواهم زنگ بزنن و تنها سنگر روشنگری ایرانی را پشتیبانی کنند و کثافات همه خوکای جهان بر روی محمد بچه باز و توف به گور او و خلفای پس از او و مسلمانان باورمندی که مایه این همه جنایت و زندگی سوزی هستند و میخواهند تا پایان زندگی در این حماقت و جنایت باقی بمانند. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر پیروز بهادر نازنین و گرامی و یار نازنین و پشتیبان همیشگی من. امیدوارم پیروز نازنینم، یاران و هممیهنان با پیام شما که میخواهید برای نگاهداری سنگر گام پیش بگذارند سنگر رو یاری برسانند. از آریا جان خواهش میکنم، آریای نازنینم شماره 4 رو. هممیهنان نازنینم ما 22 دقیقه هست این کلیپ رو با هم میبینیم و زمانی است که این 20 دقیقه در واقع عزیزان من میتوانید زنگ بزنید و اعلام یاری و پشتیبانی هم بکنید که خود من هم پاسخگو خواهم بود. تا 22 دقیقه دیگر. I'm a scientist. I'm a physicist. My training was in quantum mechanics. I started my study of Islam when I was 30 years old. I've studied religion, all religions. And my way of studying anything is to read, if possible, its source text. For instance, I studied for over a year at the Orthodox synagogue to study Torah. And that's the way I like to study. So when I studied Islam, my first thing was to go to, they were Sufi masters, and so I went, studied with them, practiced some of their practices, and read some of their books. I began to be aware that Sufism, which is mystical Islam, was like a palace that had a basement in it. The door to the basement is locked, but something smells bad down there. So I drifted off and then didn't study Islam for a long time, and then I was a professor for 8 years at Terribly Slow University, also called Tennessee State University. I called it that when I was there. Nobody ever argued with me. And I had a lot of Muslim students. And it was very clear that they were different in a way that I couldn't quite put my finger on. There was a distance always there. So I started my study of the Quran all over again. This time I plowed through it. Long story made short, on 9/11, I saw the second plane hit the second tower. I stood up and I said, it is jihad, Islam is here. I turned off the TV set and I've not watched TV since. I realized that I grew up in a nation which knew nothing about Islam. Nothing. They didn't know the difference between a Hindu and a Muslim. And up to that point in my life, I had been a father, a grandfather, a successful businessman, a professor,
But my life was always actually a little hollow to me. I was left with the question is, what is it I'm supposed to do? When the second plane hit the second tower, I knew what I was supposed to do. So it was sort of a peculiar Saul on the road to Damascus in a strange sense of all of a sudden I knew what, and this is what I do. This is all that I do. My entire life is devoted to this. I work a 6.5-day week, about 14 hours a day. My wife is an internet researcher. This is what I do. And the reason I do this is simple, is that this is... In engineering, we have different terms for how important something is. One term we use is critical. What that means, if you have a critical failure, you no longer have a mission. You're in flames. And so far as I'm concerned, today at this gathering, many issues will be spoken of. All of them are important. None of them are critical. This issue is critical. No matter how you stand on abortion, if Sharia law is put into place, it makes no difference what your original stance was. No matter how you feel about anything, it doesn't make any difference, because the Sharia will annihilate our civilization. I was asked to speak today on the subject of radical Islam. So, very quickly, let me give you how the story is going to end. Talking about radical Islam is like talking about unicorns. You can draw up a nice story, whatever you want to do, but in the end, there are no unicorns. And we'll see in the end, there is no radical Islam. And that indeed, if someone uses that term, immediately you'll know they don't really know everything that they're talking about. If we're going to talk about radical Islam, I would suggest the place to start is to talk about Islam. Because you see, we hear about moderate Islam, radical Islam, and everybody wants to define moderate Islam as a Muslim I know at work who seems like a nice guy. So that must be moderate Islam. And then radical Islam, well, that's that Osama bin Laden or something like that. Well, if we're going to talk about Islam, we have to first start with the Quran. All right? There is no God but Allah, and Muhammad is his prophet. And if we're going to study what that means, then we need to study the Quran. Now, here's what's important, and this is critical to the whole discussion. There are two Qurans. There's an early Quran and a late Quran. The early Quran is written in Mecca. The late Quran is written in Medina, and they are radically different books. Hence, we have this business. This leads to the asking of the question, what is the real Islam? The thing that's peculiar about the Quran is that you cannot be a Muslim and practice from it. Everyone's heard about the five pillars of Islam, all right? Well, using the Quran, it is not possible to practice any of those five pillars. However, there's 91 verses in the Quran which say every Muslim is to lead their life identical to that of Muhammad. They're to pattern their life after him. In Christianity, it's sometimes said that the proper ethical question is, what would Jesus do? Inside of Islam, there is another question, what did Muhammad do? Because we know so much about Muhammad, we have his biography and we have his traditions. And the hadith are what his traditions are. And these hadith can be, the shortest one is, war is deceit. And the longest one's about a page and a half, a letter he wrote to a Byzantine ruler. So all of the hadith are little stories. The sirah is his biography, 800 pages of fine print. Between the hadith and the sirah, we know more about Muhammad than we do George Washington. We know Muhammad's most intimate habits. When I say his most intimate habits, how he went to the bathroom, how he had sex, what foreplay was like for him, all right? How he lay on his back. When he spit, did he spit to the left or the right? How did he drink a glass of water? We know all of these things about Muhammad, because every Muslim is to do everything as he did it. Hence the question, what did Muhammad do? Now you'll notice that the Quran, which is on this, so we have Hadith, Sirah, Quran, and the Quran looks small in comparison to them.
Oh, before we go further, I have found that when I say Islam, people think Muslim. As a matter of fact, this turns out to be one of the critical things about any discussion of Islam in America. People do not know what Islam is, in spite of the fact it has a definition. And so instead, Islam is whatever Muslims do. So if I'm talking about Islam, and I say something about Islam that they go, ooh, that's kind of horrifying. They say, oh, Bill, when you say that Muhammad averaged an event of violence on the average of every 6 weeks for the last 9 years of his life, that's hate speech. And you're hating Muslims. How come a statistical fact is hate speech? And how come I'm talking about a book, the Sirah and the Hadith, and they're confusing it with a Muslim? I have been called by the Southern Poverty Law Center as one of the top 10 bigots in America. Why? Because they say I'm a Muslim basher. This is as close as I get to talking about Muslims. I talk about doctrine. I talk about words on a piece of paper. I talk about ideology. And yet they say, oh, you're a hater. No, because I talk about Hadith, Sirah, Quran. I don't talk about Muslims. Big distinction. And yet, this is what people, this is their thinking process. Okay, real quick. The Sirah is a quarter of the body of work. These Hadith or traditions are about 60%. I like to say that, and the Quran is about 14% of the textual doctrine. I like to say that Islam is 14% Allah and 86% Muhammad. Now, why are we talking about this? Because I'm supposed to be talking about radical Islam. Let's go a little further. Here's our first clue as to the two different Islams we have. The early Quran, written in Mecca, has phrases like, you have your religion and I have mine. This verse is quoted at every single bridge-building dialogue that the preacher and the rabbi go to sit there with the imam. They drag out this verse. Or another one they love to drag out is, let there be no compulsion in religion. This all comes from Mecca. Later, in Medina, I shall cast terror into the hearts of the kafirs. Kafirs are non-Muslims. I'm a kafir, and I presume you are too. Strike off their heads, strike off the very tips of their fingers. I don't want anybody doing any of these things to me. The first part sounds like the First Amendment, freedom of religion. The sex part sounds like terrorism. Jihad is what it is. Well, if you have a Western trained mind, your question should be popping up in your head, well, which one is the real one? Which one is the real one? And the answer is yes, as we'll see. All right, if we're going to talk about radical Islam or modern Islam, we need to define Islam. Here it is. Islam is the doctrine found in the Quran, the Sirah, and the Hadith. It's Allah plus the Sunnah of Muhammad, and the Sunnah of Muhammad is just what did he do? What is his perfect example? So Islam is Quran, Sirah, Hadith, or really the way I like it, Islam is Allah and Muhammad. Islam is not what Muslims do, because Muslims are like Christians. Do you think you can really find the teachings of Christ in everything that a lot of people who call themselves Christians? No. You'd wind up with some kind of funny Jesus if you try to work backwards from the Christian to Christ. Well, it's the same with Islam. Why go to Muslims? What you want to do is you want to go to Islam. All right. Real quick, we need to know this, because this is going to, everything hinges off of this. The Qurans and the Hadith and the Sirah devote nearly all of their time to how to be a Muslim? No. Most of what they're about is us. What to do to us, how to treat us, how to talk to us, how to persuade us, how to convert us, how to kill us. It's mostly about us. And this is where we diverge so much from, say, Buddhism as an example. The Quran, nearly two-thirds of it's about us.
Muhammad's life, 81% of it is about us. The Hadith only is about 37% about us. The three sacred texts of Islam, over 50% of it is about us. And by the way, in an essence, we've defined the Bible of Islam here as well. Let me make this clear. The Quran is not the Bible of Islam. It's one of three sacred texts. All right? Islam is not the worship of Allah. It's the worship of Allah and the imitation of Muhammad. And the imitation of Muhammad is more important than the worship of Allah. Okay. So that's about us. And here's why that's important. Political Islam is the Islamic doctrine that deals with the kafir, which is all I care about. I don't care about how to pray in Islam. I don't care about that at all. What I care about is how I am treated. Well, gosh, that sounds a little egocentric, doesn't it, Bill? Yeah, call it that if you want to. But I want to know the part of Islam that is about me. Political Islam. Because I am not included in the religion, nor are you. But you are included in this part of Islam. And this is why we're involved with Islam. If Islam were just Mecca, I wouldn't be here. I'd be in my woodshop, which is where I was on 9/11. Okay. Cast terror into their hearts. That's a verse about jihad. Now, you have been led to believe that jihad is, there's two or three verses, and then there's all that violence in the Old Testament. Okay? Well, first off, notice something about the jihad. In Mecca, there is no jihad. That is, in Muhammad's early religious day, there was no talk of jihad. It was let there be no compulsion in religion. Then he turned to jihad in Medina. Notice that two-thirds of his biography is about killing kafirs. And 21% of the Hadith is about killing kafirs. This is not insignificant. Nearly a third of the total trilogy is about jihad. Now, maybe we're getting a little insight here into maybe how we're going to be working around to radical Islam here. Because, quite frankly, jihad is radical. But it's very precisely radical. Now, there's something else about that we need to understand. Early Quran, written in Mecca, is very Jewish, pro-Jewish. Later, it's very anti-Jewish. And this we want to pay attention to, because it turns out that when we look at the anti-Jew text, it's a total of 9%, whereas Mein Kampf, the gold standard, is only 7%. Now then, here's the question. Is Islam pro-Jewish or anti-Jewish? Yes. It's both. Here's a growth curve. I'm a scientist and I've been a businessman. It's very interesting to plot growth. What do you notice immediately, even if you can't see anything, that this is two separate stages of work here? You have your early, you have your latter. In his early days, Muhammad preached the peace of Islam and got 150 people to follow him. 150 over a 13-year period. That's about 10 a year. He moved to Medina, where he became a warlord, a jihadist, and when he died, every Arab was a Muslim. Translation, religion was a failure. Peace was a failure. Jihad was an overwhelming success. Let's summarize it all. I call this dualism. Anti-Jew, Mecca, almost none, Medina, a lot. Jihad, in Mecca, none. In Medina, a lot. The growth, no jihad, and then all jihad. The Bible, you have your religion, I have mine, I shall cast terror. Let's go back to what I'm talking about. Radical Islam. Radical Islam is nothing more than the Islam of Medina. Moderate Islam is the Islam of Mecca. So that's this dualism that we have. Notice that everything I'm telling you about has nothing to do with people. It has to do with doctrine, words on paper. So, Islam is dualistic. There is Meccan Islam and there is Medinan Islam. One's a big smile and the other is, I'll take you down however I can.
which is the real Islam? Again, the proper answer is yes. That's the proper Islam. Radical Islam is Medinan Islam, modern Islam is Meccan, and of course, which one is real? They're both real. Here's why we want to talk about this. This is not an idle discussion. I have plotted the growth of Islam in countries where there is no Christianity left anymore. This is a plot of Turkey. Turkey used to be called Anatolia. It was the site of the seven churches of Asia. Saul was from Tarsus. Tarsus was in Asia Minor, or Anatolia. Anatolia was Greek and Christian until Islam invaded. Whereupon, the Christians in Turkey, or Anatolia, did not get a choice of convert or die. What they got was a new government based on the Sharia. Notice what happens to Christianity over the centuries with Sharia. Notice that the bottom scale here is done in centuries. What happens to Christianity? Today, Turkey is 99.7% Muslim and 0.3% Christian, and the Christians are leaving and declining. This is what happens with Sharia law. This is what happens with political Islam. It is not convert or die. It is live under the Sharia. Christianity can sustain itself under communism. Christianity can sustain itself under Nazism. Christianity cannot sustain itself under the Sharia. Obviously, this fact is not well understood anywhere in the state of Tennessee, because when the governor made two appointments, one that talked about Sharia finance, and now then he has decided that the voice of Islam will be represented only by Muslim Brotherhood, American Muslim Advisory Council. My voice is not welcome. He has decided that the Sharia is here. What is the problem? Does every pulpit rise up in insurrection and say, no, the Sharia will destroy Christianity and will destroy politics as we know it in Tennessee? No. The church is silent. The church doesn't know anything's going on. And yet, look, the church will be annihilated by the Sharia. And the first mention of it coming on board is like, welcome, brother. We're all about tolerance. The Sharia will destroy the Constitution. The Sharia will destroy Christianity. And you go, Bill, come on. This is the buckle on the Bible Belt. If that be true, let me assure you that the church's pants are down around its ankles. Because, and I'm only condemning 95% of the ministers, but they're asleep and afraid. I say I rarely meet religious leaders anymore. I do meet a lot of chief executive officers that run a 501c3 that has a meeting on Sunday morning. Again, I'm only talking about 95% of them. But this is what political Islam does. And by the way, it does the same to Buddhism. Afghanistan was Buddhist. It does the same to Hindus. Pakistan was Hindu. So where everybody's sitting around going, well, you know, this is not a problem. I've got this new Muslim neighbor. He's a nice guy. There's nothing to worry about. I'm not talking about Muslims. I'm talking about what the doctrine of Islam does. Okay. I've made this lecture a little quicker than I normally would because, as you know, we're running behind schedule. با درودی دگرباره همیهنان نازنین، در چند برنامه گذشته همواره به یک نکته من اشاره داشتم و حتی بر روی اون تاکیدم کردم. در واقع در بازتاب گسترش جنایت‌های اسلامی و محمدی در سراسر جهان و افسوده شدن بر میزان آگاهی های مردم از
وجود جنایت نهادینه شده و آموزه‌های جنایی و فسادگستر اسلام. در واقع بازتاب این خبرها و این رویدادها از آن سوی بر مردم اثرات ویژه خودش رو داره و میدانید که اشاره کردم که در اروپا به ویژه اکنون نیروهای مخالف گسترش اسلام و نهادهای اسلامی که دیگر اکنون مردم پی بردند این آماده سازی زمینه در آن کشورها هست برای ترورها و کشتارهای آینده و به احتمال زیاد ایجاد بدبختی‌های باور نکردنی در کشورهای پیشرفته اروپایی. به طور کلی غربی شامل کانادا، آمریکا، استرالیا و هر جای دیگر هم می‌شود. و نیروهایی که در هر جامعه‌ای هستند با هر دیدگاهی که حال در تقسیم بندی ها با آنها دست راستی های افراطی یا برخی نجات پرست، برخی ضد خارجی و یا هر عنوان دیگری که نامیده می شوند، همواره در این موج هایی که پدید می آید و مردمان واکنش نشان می دهند به گونه 100% این گونه نیروها هم در کمین چنین فرصت هایی نشستند که بتوانند خواسته ها و پیام ها و امیال خودشون رو در چنین فرصت های از دید آنان مناسب نیرومندتر به جامعه بازتاب بدهند. و پس از حملات تروریستی پاریس بر شمار تظاهر کنندگان هوادار جنبش پکیدا در آلمان افسوده شده و به رقم بی سابقه ای رسیده است. چندین گزارش رو من از تظاهراتی هفتگی که با نام پگیدا که کوتاه شده جنبش اروپایی های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب با آگاهیتان رساندم. و در تظاهرات دیروز در شهر درستن آلمان که در شرق آلمان هست 25,000 نفر شرکت کردند. قبلا بیشترین تعدادی که گزارش شده بود 18,000 تن بود و اکنون هر بار که این تظاهرات که به گونه هفتگی انجام میگیرد میبینیم که بر آن افسوده میشود و اکنون نگرانی به پدید آمده است از آن سوی که در چنین بستری که مردم واکنش نشان میدهند و مایل هستند که دیدگاه های خودشان را به دولت هایشان در واقع برسانند و از آنها بخواهند که پیشگیر خطرات بیشتر در کشور باشند و راهکارهایی جستجو شود، اما در هر حال نیروهای افراطی دست راستی هم در این میان به میدان آمدن و بهره برداری های خودشان را میکنند که این میتواند خطر بسیار بسیار بزرگی اگر توجه ویژه به این مسئله نشود برای این کشورها و آینده جهان پدید آورد. در دوشنبه شب پرشمارترین گرد همایی پگیدا بود که از جمله مخالف پذیرش پناهجویان و سیاست‌های پذیرش مهاجر در آلمان هستند. هنگامی که همیهنانم شما بگذارید، شما که میگویم یعنی تصمیم گیرها و دولتهایی که مردم در این کشورهای دموکراتیک برگزیدند و باید بازتاب دهنده دیدگاه های آن مردم و منافع ملی آن سرزمین و آن مردم باشد، هنگامی که شما بگذارید و در کشورتان پا بگیرد چنین خطری برای بهره جویی ها و به دست آوردن قراردادهای میلیاردی، آن هم نه یک سال و پنج سال و ده سال و پانزده سال و بیست سال و بیست و پنج سال و سی سال، اکنون نزدیک چهار دهه است که در واقع این روند خطرناک در غرب ادامه داشته است و کار به جایی برسد که اکنون
انسانهایی هم که به راستی باید به پناهگاهی خود را برسانند، یعنی پناهجو هستند و از دست جنایتکاران در سرزمین خودشان، از دست آدم کشا و تروریستا که این روسا می دانید اکثریت همه اسلامی هستند، محمدی هستند، و باید جا داشته باشید در میان مردمان و کشورهای حقوق بشری و پناهنده پذیر. اما اکنون میبینید که یک عامل رسیدگی نکردن و برخورد درست نکردن و به هنگام و در زمان مناسب میتواند چه عواقبی و چه اثراتی که اصلا ما اکنون نمیتوانیم زوایای آن را حتی پیش بینی بکنیم به وجود آورد. و یکی از اینها همین نکته خواهد بود، یعنی انسانهایی که مانند بسیاری از خود ما ایرانیان، این میلیون ها تن ایرانی، از من بگیرید و بسیاری دیگر که ماها به عنوان پناهنده و پناهجو خود را هر کدام به جایی رسانده ایم که در امان باشیم از دست آدم کشان، از دست فاشیست ها، از دست جلادان محمدی. و انسان های دیگری هم هستند در هر گوشه جهان، از آفریقا، از آسیا و از هر جا، و در واقع یکی از پدیده های انسانی و درست و حقوق بشری است پناه دادن به انسان هایی که در دوره ای در گرفتار می آیند و جان آنها و زندگی آنها و هستی آنها در خطر قرار می گیرد. ولی اکنون این فجایعی که بیش از 30 سال اسلام و آدم کشان محمدی و زیر سایه پولهای نفت و گاز در واقع پدید آوردند، باز می بینید زیان آن و خطر آن نصیب انسانهای ستم دیده و بیپناه می شود. و در واقع همه این مناسبات، اگر غرب و جهان آزاد به هنگام، اکنون دیر شده است اما باز هرچه زودتر نجنبند و در واقع در برابر جانی و جنایتکار اصلی که نام دارد، آدرس دارد، نشان دارد، در این کلیپ 20-22 دقیقه دیدید، بسیاری از غربیان، بسیاری از فرهیختگان غربی، زن و مرد، در واقع اکنون جزء روشنگران بزرگند، پی بردند و دولتهایشان می دانند، آگاهند، باید به هنگام و هرچه زودتر تصمیم گرفته شود و باید نام جنایتکار برده شود. همان گونه که در این کلیپ دیدید، همان گونه که هزاران بار در این سنگر از من شنیده اید و از دیگر روشنگران، جنگ جهان آزاد و جنگ ما امروز با افراد نیست، با مسلمان یا مسلمان زاده ها نیست، حتی با جنایتکاران شناخته شده. من هزاران بار گفتم، از خمینی گور به گور بگیرید تا سید علی خونخوار فاسد، تا همه جنایتکاران، یا نمیدم ابوبکر بغدادی امروز است و دیروز بن لادن بود و بعد الزرقاوی بود و این بود و آن کثافت بود و این آدم کش بود، باید آن بستر و سرچشمه تولید کننده این همه جانی آدم کشت و خطر برای زندگی بشریت، باید آن سرچشمه را شما به خشکانی. نام دشمن اصلی و تروریست اصلی اسلام است و آموزه های اسلامی در آن جنایت نامه به نام قرآن است. این انسان ها، همین جنایتکاران وحشتناکی را که میبینید و میشنوید، اگر اینها در گوشه دیگر از جهان، در خانواده دیگر با فرهنگ و دین دیگری زاده شده بودند، از خود بپرسید آیا همین جنایتکاران بودند؟ همین تروریست ها بودند؟ همین آدم خاران بودند؟ نه، جنگ بشریت اکنون و جنگ جهان متمدن و آزاد اکنون با افراد نیست. بله، تا هنگامی که این مسئله به گونه ریشه‌ای و جهانی، به گونه یک برنامه بزرگ
معرفی نشده است و روی آن کار نشده است. باید افراد و جنایتکاران را شناسایی کنی تا پیش از اینکه جان انسانهای بیگناه را بگیرند، تا پیش از اینکه این همه خطر بیافرینند. چاره ای نیست. اما جنگ اصلی و واقعی با آموزه هایی است که 1400 سال است. میلیون ها، صدها میلیون و حتی میلیاردها انسان را یا نابود مستقیم فیزیکی کرده است و یا زندگیشان را سوزانده است و به تباهی کشانده است. اسلام است. بله، شعار اصلی این تظاهرات پگیدا این هست که میگویند ما مردم هستیم. میدانید این همان شعار معروفی بود در برلین و در میدان براندنبورگ و فروریزی دیوار جنایت تروریسم سرخ کمونیستی. و اکنون هم همان شعار را مردم آلمان میدهند. ما مردم هستیم. آنها همچنین شعارهایی در آزادی حمایت از آزادی بیان سر دادند و رسانه ها را به دروغگویی درباره جنبش پگیدا متهم کردند. در درستن هواداران پگیدا و بسیاری از شهرهای دیگر آلمان همزمان شاهد حضور مخالفان این جنبش، از آن سو چپول ها هم به میدان آمدند. و شما ببینید چه دگرگونی هایی دارد پدید می آورد جنایت اسلام و چه خطراتی، و بسیاری از خطرات فعلا قابل پیش بینی نیست. فقط می شود آن را حس کرد و آن را بویش را استشمام کرد. کسانی که اندکی تاریخ می دانند، اثری اندکی می دانند پیش از رویدادهای بزرگ و فجایع بزرگ در فلان گوشه جهان، در فلان صده، در واقع چه مسائلی پدید می آمد و مردم توجه نمی کردند تا فاجعه بزرگ روی داد. و اکنون هم همین است. و خیشکاری انسانهای آزاد و آزاده این است که در واقع حتی بر خود بسیاری از دشواری ها را هموار کنند و در واقع پیشگام یاری رسانی به خود و دیگر انسان ها شوند. انسان های پیشگام، انسان های آزاده واقعی احساس مسئولیت می کنند و دست کم می گویند من می دانم، شاید بغل دستی من هنوز نمی داند. این خیشکاری من است که گام پیش بگذارم، که او را هم آگاه کنم. زندگی انسانها و کلن بشریت به هم پیوسته است. در ظاهر می بینید فلان کشور، فلان کشور، این ملت، آن مردم، این قاره، آن قاره، اما دیر یا زود همه رویدادها به همه مربوط است. اگر این گونه انسان بیاموزد و بیاندیشد و به دور بر خود بیاندیشد، احساس مسئولیت کند، به جهان بیاندیشد و احساس مسئولیت کند، جهان میتواند به سوی نیکی و خوبی برای همه بشریت پیش برود. از بی‌اعتنایی هاست، از سلب مسئولیت کردن از خود است که همواره فجایع بزرگ پدید بیاید. اگر در همان میانه جنگ دوم جهانی بسیارانی می دانستند، اگر در همان آغاز نمی دانستند، چند ماه گذشت فهمیدند، حس کردند، بو کشیدند، این و آن خبر پیدا کرد، جنبیده بودند، جهان با آن فاجعه دچار نمی‌شد و میلیون ها انسان بیگناه تنها به جرم داشتن یک آیین و حتی نه فقط آنان،
به جرم چپ بودن، سوسیالیست بودن، کولی بودن، میلیون ها انسان قتل عام نمی شدن در کوره های آدم سوزی و گاز. این یک نمونه است. نمونه های بسیار دیگر در تاریخ است. بانو آتوسای نازنینم، گرانمایم، دوست خوبم، $50 اعلام یاری کردن با درود به بانو صفاری عزیز و همسنگرانم در سنگر بیداری. اسلام دشمن ایران و ایرانی است و هیچ ایرانی میهن دوستی نمیتواند مسلمان باورمند باشد و هیچ مسلمان باورمندی نمیتواند ایرانی باشد. توف بر اسلام و آورندگانش. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر بانو آتوسای نازنین و گرامیم، سرباز میهن بزرگوار و فداکار و سخاوتمند سنگر بیداری. $100 اعلام یاری کردند با هزاران درود و مانده نباشید به میهن پرستان، به میهن پرستان اسلام ستیزم در سنگر بیداری تیوی، به ویژه بانو صفاری دلاور. رهبری اصلی گروه های اسلامی تروریست به عهده سران کشورهایی است که در کنفرانس گوادلوب نشستند و نقشه قتل پادشاه ایران و کمربند سبز دور خاورمیانه را کشیدند. دست اسلامی های آدمکش را باز گذاشتند تا هزاران هزار ایرانی بکشند و ایران و خاورمیانه را به غارت ببرند و تخم بادی را که 37 سال پیش کاشتند امروز طوفانش را درو می کنند. درود بر سرباز میهن نازنینم. و همین گونه است و بار گذشتم به ویژه از فیسبوک یکی از هم میهنان نوشته کوتاهی بود که خواندم. سیب های زهراگین درخت های سیب نوف لوشاتا اکنون به فرانسه رسیده است و هم میهن ما نوشته بود این سیبای زهراگین را اکنون خودتان باید بخورید. همین است، جهان همین است. همه گمان میکنن ما کشور غربی هستیم و ما پیشرفته هستیم و ما در اروپا هستیم و ما این میکنیم و آن میکنیم. اکنون از میان شهروندان خودتان، این دو جنایتکار برادران کواشی در فرانسه زاده شده بودند. جنایتکار در نیویورک که با چکش و قنشکن نمیدانم به پلیس آمریکایی حمله کرد، آمریکایی بود، زاده اینجا بود. جنایتکار در اوکلاهوما که سر برید گوش تا گوش آن بانوی بدبخت بیچاره را، آمریکایی بود که به اسلام مشرف شده بود. در کانادا همین، در انگلستان همین، در هر کجای اروپا. این گردونه میچرخد، مانند خود کره زمین است. آسیا به خون و جنایت را که به راه میاندازید، دیر یا زود خون عزیزان شما هم پای چرخاندنان آسیا به مرگ ریخته خواهد شد. بله. بعد اعلام شد دیروز که بله، سیاستمداران آلمانی از گرد همایی مسلمانان در برلین حمایت میکنند و نمایندگان مسلمانان آلمان و ترک های ساکن برلین اعلام کردند که سه‌شنبه یعنی امروز در برابر دروازه براندنبورگ شهر برلین گرد خواهند آمد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور و شماری از اعضای هیئت دولت آلمان نیز در گرد همایی سه‌شنبه شرکت خواهند کرد. خانم انگلا مرکل پیش از این همزمان با برگزاری تظاهرات پگیدا فرموده بودند
که اسلام بخشی از جامعه آلمان است. مردم آلمان هم بلافاصله دست به کار شدند و برای تظاهرات سه‌شنبه که امروز که دیگر گذشت، سه‌شنبه به وقت آلمان، علاوه بر پرچم‌های آلمان و نوشته‌هایی را که در تظاهرات پیشین هم داشتند، نمی‌دانم اگر آریا جان بتواند اون رو پیدا بکنه و اگر شدنی است، ولی در برابر چشم من هست فعلا که خانم آنگلا مرکل رو با چرقد محمدی خیلی سفت و سخت تصویرش را کشیدند و بر روی بنرها به خیابان آوردند که ایشان فرمودند، و به راستی ببینید این مسخره بازی ها تا به کجاست. بله، اسلام بخشی از آلمان است. بله دیگر، اصلا تولید شده در آلمان است حتما. این دروغ ها و این تظاهر استفراغ آور برای چه؟ نازیسم از آلمان است، اما اکنون قدغن است، زندان دارد. هر کسی فقط یک نشانه آدم سوزان نازی را با خود داشته باشد، برابر قانون زندان دارد. ادعاهای نازیستی در آلمان قدغن است، چون مایه آدم کشی و نابودی آلمان شد. آلمان تا پای نیستی کامل پیش رفت. حال اسلام عربستان و حجاز از آن آلمان است که چه؟ مثلا این سخن را گفته که نشان از حقوق بشرتان باشد، نشان از دموکراسیتان باشد، یا چه؟ یا اصلا نمیبینید، نمیشناسید اسلام عزیز را؟ حتی برای نیکیان انسانهایی که مسلمانان مقیم آلمانند، یا ترکهایی که برای کارگری آمدن اکنون در دست چندم آلمانی هستن، اصلا در آلمان زاده شدن، حتی اگر آنها را دوست دارید، چرا نمیخواهید نجات پیدا کنند از این بدبختی و فرومایگی؟ همین سخنان و همین دروغها جهان را به اینجا رسانده است. همه ماسک های دروغ، همه رساندن پیام هایی که نشانه ضعف است برای اسلام آدم کش. اسلام دین نیست. از اینجا باید آغاز شود. هنگامی که دیگر دین نبود، می توانید مانند حزب اس اس رایش سوم نازی ها با این جنایت و با این بشرسوز مقابله کنید. نیازی نیست برای کشتن انسانهای دیگر. بدبخترین انسانها هم اکنون در کره زمین مردمانی هستند که کشورهایشان نام اسلامی دارد، دینشان میگویند اسلام است. بردگان و اسرای این جنایتند. اصلا این روشنگری درباره جنایت اسلام، نخستین نیکیان و سود آن نصیب کسانی است که شما آنها را مسلمانان مینامید. در یک بدبختی 1400 ساله، در یک دوزخ 1400 ساله اسیرند و گرفتارند و انسانهایی شریفند و شرافت دارند که این راستی را با آنها بگویند. به بهای جانشان است، اما باید بگویند. این روشنگران برای نجات آلمان که این را نمیگویند، برای نجات آمریکا و یا تمام مسیحیان 3-4 میلیارد مسیحی نمیگویند.
اتفاقا برای نجات 1.5 میلیارد سوخته برده نابود شده بیچاره به نام مسلمان زادگان است. و بیشترین خطر هم برای مانندهای من از سوی همان مسلمان یا مسلمان زاده هاست. اما باید بگویم، باید بایستم اگر انسانم. این دروغ ها چیست؟ شرم کنید. بله، استون بخشی از آلمان است. خب فعلا از دست خانم انگلا مرکل با چرقدی که بر سرش کردند قدری به هیجان آمدیم. از آریا جا خواهش کنم، آریا نازنینم، شماره 5 رو کلیپی هم میهنانم بارها قبلا از این سنگر برایتان پخش کردم، اما مایل هستم در این روسا و در میانه این هنگامه یک بار دیگر این کلیپ را با هم ببینیم و باز خواهش میکنم به دقت گوش کنید و این آمار و ارقام را به حافظه تان بسپارید. این کلیپ چند سال پیش تهیه شده است و بارها از این سنگر پخش شده است، اما همه ی راستی در آن است. شماره 5 را آریا جان با هم ببینیم. And are concerned with Islam and the Islamization of your country, this video has a message for you. What Islam Is Not was published in the frontpagemagazine.com on April 21st, 2008 and is an adaptation from a book written by Dr. Peter Hammond, Slavery, Terrorism and Islam. What Islam Is Not? Islam is not a religion, nor is it a cult. In its fullest form, it is a complete, total, 100% system of life. Islam has religious, legal, political, economic, social, and military components. The religious component is a beard for all of the other components. Islamization begins when there are sufficient Muslims in a country to agitate for their religious rights. When politically correct, tolerant, and culturally diverse societies agree to Muslim demands for their religious rights, some of the other components tend to creep in as well. Here's how it works. As long as the Muslim population remains around or under 2% in any given country, they will be, for the most part, regarded as a peace-loving minority and not as a threat to other citizens. This is the case in United States, Australia, Canada, China, Italy, and Norway. At 2 to 5%, they begin to convert from other ethnic minorities and disaffected groups, often with major recruiting from the jails and among street gangs. This is happening in Denmark, Germany, United Kingdom, Spain, and Thailand. From 5% on, they exercise an excessive influence in proportion to their percentage of the population. For example, they will push for the introduction of halal food, which is clean food by Islamic standards, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure on supermarket chains to feature halal on their shelves, along with threats for failure to comply. This is occurring in France, Philippines, Sweden, Switzerland, the Netherlands, Trinidad and Tobago. At this point, they will work to get the ruling government to allow them to rule themselves within their ghettos under Sharia, the Islamic law. The ultimate goal of the Islamists is to establish Sharia law over the entire world.
when Muslims approach 10% of the population, they tend to increase lawlessness as a means of complaint about their conditions. In Paris, we are already seeing car burnings. Any non-Muslim action offends Islam and results in uprisings and threats, such as in Amsterdam and in other Western cities, with opposition to Muhammad cartoons and films exposing Islam. Such tensions are seen daily, particularly in Muslim sections in Guyana, India, Israel, Kenya, and Russia. After reaching 20%, nations can expect hair trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings, and the burnings of Christian churches and Jewish synagogues, such as in Ethiopia. At 40%, nations experience widespread massacres, chronic terror attacks, and ongoing militia warfare, such as in Bosnia, Chad, and Lebanon. From 60%, nations experience unfettered persecution of non-believers of all other religions, including non-conforming Muslims, sporadic ethnic cleansing, use of Sharia law as a weapon, and jizya, the tax placed on infidels, such as in Albania, Malaysia, Qatar, and Sudan. After 80%, expect daily intimidation and violent jihad, some state-run ethnic cleansing, and even some genocide, as these nations drive out the infidels and move toward 100% Muslim, such as has been experienced and in some ways is ongoing in Bangladesh, Egypt, Gaza, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Morocco, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkey, and United Arab Emirates. 100% will usher in peace of Dar es Salaam, the Islamic House of Peace. Here, there's supposed to be peace because everybody is a Muslim. The madrasas are the only schools, and the Quran is the only word, such as in Afghanistan, Saudi Arabia, Somalia, and Yemen. Unfortunately, peace is never achieved, as in these 100% states. The most radical Muslims intimidate and spew hatred and satisfy their bloodlust by killing less radical Muslims for a variety of reasons. A quote from the book The Hajj by Leon Uris. Before I was 9, I had learned the basic canon of Arab life. It was me against my brother. Me and my brother against our father. My family against my cousins and the clan. The clan against the tribe. The tribe against the world. And all of us against the infidel. It is important to understand that in some countries, with well under 100% Muslim populations, such as France, the minority Muslim populations live in ghettos, within which they are 100% Muslim, and within which they live by Sharia law. The national police do not even enter these ghettos. There are no national courts, nor schools, nor non-Muslim religious facilities. In such situations, Muslims do not integrate into the community at large. The children attend madrasas. They learn only the Quran. To even associate with an infidel is a crime punishable by death. Therefore, in some areas of certain nations, Muslim imams and extremists exercise more power than the national average would indicate. Today's 1.5 billion Muslims make up 22% of the world's population, but their birth rates dwarf the birth rates of Christians, Hindus, Buddhists, and Jews, and all other believers. Muslims will exceed 50% of the world's population by the end of this century.
با درود دیگر باره همیهنان نازنینم، مراسم یاد بود برای قربانیان پاریس از سوی مسلمانان در برلین برگزار شد و رئیس جمهوری آلمان آقای یواخیم گاوک و صدر اعظم آلمان خانم انگلا مرکل و بسیاری مقامات دیگر همراه مسلمانان شرکت کردند. و جالب است که رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان که یک ترک تبار است، آقای ایمان مازیک، با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد و گفت که تروریست ها پیروز نشدند و ایشان بر آزادی رسانه ها تاکید بسیار کردند و بعد فرمودند ترور بزرگترین توهین به مقدسات است. حتما ایشان زندگی پر از جنایت و فساد پیامبرش را مقدسات می داند و یا آن یاوه های ضد بشری و جنایی و سراپا تبعیض نسبت به انسان ها و دگرکشی و جزیه گرفتن و همه ی آن جنایات محمدی را مقدسات می داند و تروری که انجام شده است که جانیان محمدی فریاد زدند، در کلیپ هم همه می بینند و می شنوند که داریم انتقام محمد مقدس پیامبرمون را از شماها می گیریم، در واقع این گونه نیست و مقدسات ایشان بزرگترین توهین اصلا به مقدسات شده است با این ترور، نه اینکه گمان کنید حالا اصلا اهمیت داشته است که انسان ها مردن یا نمردن. ترور بزرگترین توهین به مقدسات است، یعنی دینی که بر پایه ترور اصلا پدید آمده است، ایشان این را میگوید. و این همان دروغ هایی است که همواره تکرار می شود هم میهنانم، چه یاوه هایی که خانم آنگلا مرکل گفته است، چه یاوه هایی که حتی خود آقای اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفته است که این روسا خیلی محبوب شده است به خاطر این بلایی که در آنجا سر گروهی از فرانسویان آمده است، که میگوید بدو بدو میآیند و این دروغ را دوباره این فریب را میخواهند ادامه بدهند که فقط فریب ساده نیست، میبینید چه خونهای بیگناهانی ریخته میشود. باز آمد آقای اولاند گفت ما با اسلام در جنگ نیستیم، امروز هم نخست وزیر فرانسه آمده است گفته است ما با اسلام در جنگ نیستیم، پس ما با ترور در این ترور از کجا آمده است؟ دوباره کارلوس گور به گور بیدار شده است آمده است، با اداره ماینهوفیا دوباره زدن بیرون از جایی، الان 30-40 سال است این ترورها چیست؟ نامش چیست؟ پیامشان چیست؟ حمله تروریستی باور نکردن به قلب آمریکا و ذوب کردن برج‌های نیویورک و حمله به پنتاگون و استفاده از مسافران هواپیما به عنوان موشک‌ها از کجا آمد؟ با ترور می‌جنگید؟ با کدام ترور؟ بن لادن برای چه این همه می‌کشت و بازماندگانش میکشن؟ همین داعشی که اردوغان سردسته اصلی تقویتش بوده است، چه میگوید؟ چه میخواهد؟ این یهودکشی از کجا آمده است؟ این زن ستیزی آیه و سوره های مقدسش از کدام کتاب است؟ این ریپ کودکان شیوه کدام پیامبر مقدس است؟ بله آقای ایمان مازیک، ترور بزرگترین توهین به مقدسات است. با دروغ و فریب این جنایت هر روز پروارتر، این اژدهای هزار سر هر روز هارتر
به جان بشریت میافتد. از آریا جان خواهش میکنم آریا جان بسین که یکی از فرتورهای چرقت به سر انگلا مرکل. بله، این را در واقع آلمانی ها در تظاهرات شان بردن بعد از اینکه شنیدن خانم انگلا مرکل فرموده است اسلام جزء آلمان است و آلمان هم حتما جزء اسلام است. بله، بسیار بسیار این چرقد اسلامی به ایشان می آید به راستی، با این چتری هایی هم که از زیرش بیرون زده است. بله، آقای مانوئل وال هم نخست وزیر فرانسه که ترسید از آقای اولاند پرزیدنتش عقب بماند، آمده است گفته است که کشورش در حال نبرد با افراط‌گرایی و تروریسم است، نه با اسلام. این افراط‌گرایی و تروریسم از کجا می آید؟ بیردنه غیر مسلمان داخل اینها دیده اید؟ بیردنه هر کجا بوده است؟ اگر هم بکراند اسلام با شکوه را نداشته است، به اسلام مشرف شده است. موئی حرکات اینها، جنایت های اینها، اشخاص و افرادی را که مورد حمله قرار میدن، با زندگی پیامبرشان، با دستورات کتاب جناییشان قرآن تفاوتی داره؟ بله. بعد ایشان، یعنی آقای نخست وزیر فرانسه، تظاهرات عظیم اتحاد که میلیون ها فرانسوی روز یک شنبه در آن شرکت کردند پاسخی درخشان به خشونت بود. خب حتما بهره برداریش را شما میکنی که بعد بیایی پاسخان میلیون ها فرانسوی را که با دلاوری آمدن و با پیام واقعی، که بیایی بگویی با جنایتکار و تروریست هستی در جنگ نیستی دیگر. او با شما در جنگ است، کفار. با کفار در جنگ است اسلام. کفار یعنی زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان، بوداییان، خدا ناباوران، بیدینان، بهاییان، همه. حالا برخی را آمده است گفته است جزیه بدهید و بردگی را بپذیرید و در حقارت فقط زنده بمانید، مانند مسیحیان و یهودیان. بقیه را که نه، یا سرت را میبریم یا باید مسلمان شوی. او با شما در جنگ است، شما با او در جنگ نیستید. شما فقط بیزینس کرده اید اما نمیدانستید که به کجاها میکشد، چون اسلام عزیز را دست کم گرفته بودید. بله، ما با جهادیگری و تروریسم در جنگی، ما با فرانسه با اسلام و مسلمانان در جنگ نیست. با مسلمانان کسی نگفته از شما در جنگ باشید، با اسلام، با خود اهریمن، که زندگی کسانی را که نام مسلمان دارن از ترسشان سوزانده است. بله، خانم آنگلا مرکل را بله گفتم که در تظاهرات مسلمانان در آلمان هم ببینید. بله، ایشان اینجا دیگر چرقد را سرش نکرده است، چون در آن تظاهرات درستن مردم چرقد سرش کردن، گفتن شاید ایشان رو در وایسی دارد و رویش نمی شود. مثلا مثل ملکه جزیره اهریمنی چرقد را به دندان بگیرد و به زیارت پا برهنه کفشا را هم در بیاورد برود پیش سلطان در حجاز. بله، به این خبر هم توجه کنید، بد نیستم میهنانم.
اعطای نشان لژیون دونور به سه پلیس فرانسه. خب بسیار خوب است، بله، این سه پلیسی که قربانی اسلام شدند، آقای اولاند، آقای وال، آقای اوباما با نام حسین، همه اینان قربانیان اسلامند. آن 3000 تن که در آن برج ها ذوب شدند، آن مسافران بیگناه هواپیما، این میلیون ها ایرانیه دفن شده، کشته شده، شکنجه شده، تازیانه خورده، آواره شده، به دهان کوسه ها رفته، همه قربانیان اسلامند. بله، نشان لژیون دونور. شما لطف کنید به جای اینکه نشان ها را آنجا نگاه دارید تا اسلامتان بیاید و دی بیگناه را، حالا این بار سه پلیس را نشان لژیون دونور می دهید، بعد نمیدونم به کسانی دیگر، هر بار که اسلامتان یک انسان بیگناه را می کشد، لژیون دونور را هم که لطف می کنید به او می دهید که زیر خاک رفته است، یک نشان جنایت و خونریزی هم به گردن اسلام آویزان کنید. اگر این کار را کرده بودید اکنون چند میلیارد نشان داشت این هیولا. چرا باید این سه پلیس بمیرند که شما بروید مثلا یک قوطی حلبی آویزان کنید آنجا، بدهید مثلا دست خانوادهش، کودکش، همسرش، که چه؟ نه، هنوز گویا به حد کافی پذیرایی نشده اید که هنوز این یاوه ها را نشخوار می کنید. آن انسان های یگانه در آن نشریه که اکثرا هم سوسیالیست و چپگرا و اینها بودند، اما انسان های دلاور، ژورنالیست های دلاور، بنشینند آنجا قلم در دست، اسلام بیاید آنها را به آن وضع بکشد، بعد برود پلیس های بیچاره را هم که برای نگاهبانی از مردم و ایجاد امنیت اینجا و آنجا هستن، آنها را هم بکشند، آن بانوی پلیس، آن دو پلیس جوان دیگر که یکی از آنها هم مسلمان زاده بوده از بیچاره، بعد شما بیاید نشان لژیون دونور با آنها آویزان کنید که چه بشود؟ تا به کی این جنایت و این دروغ را میخواهید ادامه بدهید؟ تا به کی؟ بله، بعد هم فرمودن 10,000 نیروی پلیس برای حفاظت از مناطق حساس و کنیسه ها و مدارس یهودیان و مساجد. مبادا مردم بروند که اصلا آن مساجد تروریست و جنایت و خونریزی بیرون می جوشد، مثلا سنگی به شیشش پرتاب کنند، و کنیساها و یهودیان رو هم که آنجا مثلا رفته است خاروبار خانهش را بخرد چون فروشگاه یهودی هست، مثلا برادر مسلمان برمد آنجا آنها را بکشد، آن چهارتن را، و شما بروید نشان لژیون دونور آویزان کنید به پلیسا که به تابوتشان حتما. بله، به راستی جهان جوک شده است دیگر، همه چیز هم میان آنه، اما نباید خسته شد، باید گفت، باید ایستاد و باور داشت به پیروزی، باور داشت به اینکه باید تلاش کنی برای پیروزی، روشنایی بر تاریکی اهریمنی، یعنی اسلام.
خب حالا امیرانم سری هم کوتاه در این دقایق مانده به میهن جنایت زده یعنی اسلام زده من سری بزن. خبریست که البته چند روز پیش در واقع بازتاب پیدا کردم و در برنامه پیشین من فرصت نکردم. همیهنانم یک جوان درخشان، یک ایرانی درجه یک، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی به نام امید کوکبی، بارها همیهنانم از سرنوشت او و وضعیت او در اینجا خبرهای را با آگاهیتان رساندم. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس که در سال 89 در ایران بازداشت شده با اتهام همکاری با دولت متخاصم، شهریه گرفته است آمده است دانشگاه فوق دکترا بخواند، همکاری با دولت متخاصم، همین هایی که صبح تا شب با کریجون و کریجان پشت درهای بسته و آشکارا و خانم اشتون هم به عنوان محللان میان بستنی میخورند و تلفنی صحبت میکنند و هزار بار ملاقات میکنند. متخاصم همون متخاصم را میگوید. این هم جوان نابغه سرزمین ما، ببینید او را، امید کوکبی از همیهنان نازنین و گرانمایه ترکمن ماست. نابغه، جزء نوابق، جزء آیکیو های استثنایی در ایران. آن نقدی نقدی لواطکار ریپیست عراقی تونیک یاسر عرفات برگردنش را که کلیپش را بار گذشته نشان دادم دیدید که امثال او در کاخ ها نشستن، امید کوکبی ها دارن نابود می شوند. سه ساعت رو به پایان است و فراموش کرده بودم آن نیایش همیشگی ما را در این سنگر. توف بر اسلامتان. ده سال زندان امید کوکبی تایید شد. ببینید این جوان را، این نابغه را، این گل را، این جگرگوشه را، این نور چشم را. همین است. بله، کسب درآمد نامشروع، شهریه گرفته است آمده است نابغه بود است فوق دکترا، فوق دکترایش را در تگزاس بگذارند، رفته است ایران خانوادهش را ببینه، دورا گرفتن. میدانی چرا؟ که گفتن در خبرهای پیشین در این چند ماه گذشته نخواسته است در تولید بمب داعشی شیعه اتمی با این جانیان لواطکار همکاری کند. گفته است من نمیخواهم، رهایم کنید، دنبال دانشم بروم. بله، از 4 سال پیش در زندان اوین زندانی است، به بیماری های متعدد مبتلا شده و برای درخواستش برای درمان از بیرون از زندان پاسخی داده نشده. او تا کنون اجازه ملاقات با وکیلش رو هم نداشته است. آن وقت فاحش زاده های تازیان اشغالگر در ایران، عقب مانده های اکثرا آیکیو در حد میمون ها و بوزینه ها، با پول این بچه های ایران در فاحشه خانه ها و قمار خانه ها ولوان از بامتاش ها، اتومبیل های گران قیمت، کاخ ها و منشن ها، پودر طلا روی بستنی. اسلام این است در میهن ما، کثافت همه جهان به اسلامتان. درود بر دوست و یار نازنین و گرامی من، پشتیبان و یاور همیشگی من، بانو کردیه عزیزم. $200 اعلام یاری کردن. با درود به شیربانوی سنگر بیداری، بانو صفاری نازنین و دیگر همسنگرانم. این سنگر با یاری های ایرانیان میهن دوست چراغش روشن میماند. پس وظیفه هر کدام از ماست که به اندازه توان خود این تلویزیون را پشتیبانی کنیم. اسلام دین نیست و سران کشورهای بزرگ اگر از منافع مادی خود بگذرند
به سادگی می توانند غیر قانونی بودن این فرقه ضد بشری را در کشورهای خود اعلام کرده و مساجد که خانه فساد و جنایت و تعلیمات آدم کشیست را ببندند. توف بر اسلام و توف بر نگاهبانانش. بله. حال بشنوید از لواطکار، آدمکش، ریپیست، عراقی، بی سواد، بوگندو، استفراغ آور، خونریز خود محمد و علی مجسم در کشور ما، جزو اشغالگران لجن و کثافت و عراقی وارداتی، نقدی خود را به نقده ما بسته است. میدانید چه گفته است درباره جنایت محمدیان در پاریس؟ فرموده است این دانشمند تحلیلگر علوم سیاسی: فرانسه مرکز تروریست هاست و غربی ها جنایت پاریس را به اسم اسلام انجام دادند. یادتان هست درباره این برج‌های نیویورک هم جانیان و به ویژه همه این دست جانیان یهود ستیز و اسرائیل ستیزند، استثنا ندارد، ایرانی و غیر ایرانی هم ندارد. کلید است، کلید، یکی از کلید هاست که می خواهید بشناسید و ارزیابی کنید گروه ها را، احزاب را، آدم ها، فرقی هم نمی کند، بگوید سلطنت طلبم، جمهوری خواهم، چپم، راستم، هرچه هستم. چند تا کلید هست که بسیار از درها را به روی شما می گشاید اگر دقت کنید و همواره تشخیص بدهید. یکی از این کلید ها در مورد همه این جانیان این است: یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی. اما و اگر هم ندارد، برج‌های نیویورک را صهیونیست ها ریختن پایین، خود غرب کرده است، آن یکی شد، همه شان همینه. شما می دانید من چقدر از این ایمیل ها زن، مرد، مدعی طرفدار پادشاهی، مدعی این، مدعی آن دریافت می کنم. در یک چیز شریکم، یهود ستیزی، و اینها را شما باید ارزیابی ژرف کنید. یا از آن بیچارگانی هستند که هنوز نتوانستند کثافاتی را که دوران کودکی به او تزریق کردند، حتی ظاهرا میگویند ما دشمن این رژیم و دشمن اسلام حتی هستیم، اما کثافاتش هنوز آنجاست، یا نتوانستند آن را پاک کنند، و یا در واقع ماسک هایی زدند با عنوان من اینم، من آنم، در واقع مستقیم و غیر مستقیم برای جانیان اشغالگر ایران مزدوری می کنند، چه پول بگیرن چه نگیرن. ردخور هم ندارد، هم میهنانم ردخور ندارد این سخنی که می گویم. نوع مخالفت و نوع انتها، شما چند بار از من شنیده اید که به چه شدت این داتان یاهو را کوبیدم تا مرز انزجار نسبت به او رسیدم در مورد چند مورد و چند خبر از همین چند سال پیش بینید. ربطی ندارد که به این یهود ستیزی شما اما آن شیوه هایی را که برمیگزینند شما کاملا تشخیص میدهید آبوشخرش چیست، چه بازی هایی را میکند، چه در واقع چپ و راستی را میزند که شما متوجه آن ماهیت اصلیش نشوید، اما در واقع بوی گندش می آید. و یک فرمول را دارم، این را صهیونیست‌ها کردن، اون را صهیونیست‌ها فرستادن. بله، در هر حال چند نکته اساسی هم ماند هم میهنانم، اما دیگر برنامه رو به پایان است و یک جهان سپاسگزارم از پیام پیروز بهادر نازنینم که همواره یاری آور ماست، همراه ماست. سپاسگزارم از همیهن نازنینمان به نام فرود فولادوند $100 اعلام یاری کردند. بانو آتوسای عزیز و نازنینم $50، سرباز میهن گرامی و نازنینم $100، و بانو کردیه گل و گرامی و نازنین و فداکارم با $200.